آینه بردار و جمال او نگر، آینه بردار و جمال او نگر. جام می بستان که ساقی می نماید در شراب، ساقی ما می به ما از خم وحدت می دهد. بی حسابش نوش که این می را نمی باشد حساب. به نام خدا. با سلام خدمت خانم ها و آقایان، دوستان، اتصالات همپازی کیهانی و اسکن دوگانگی رو طی مدت داشتن، پرسجو کنیم اوضاع و احوال دوستان رو، ببینیم که نتایج حاصله چگونه بوده. در مورد همپازی کیهانی دوستانی که دریافتایی داشتن دستشون رو بلند کنند. بله، شاید منظور از دریافتا و ادراکات و هنوز بازم خوب جا نیفتاده که منظور چیست. یه توضیح بدم، باز هم قرار بود که طی این اتصالات و ارتباطات ما به یک آشتی برسیم، نگاه ما به بیرون از خودمون تغییر بکنه. خب نمیدونیم دیگه، بیشتر از این نمیشه توضیح داد، چون وادی درکه دیگه، وادی اشراقه. کسانی که احساس میکنن دیدشون، نگاهشون عوض شده، دستشون رو بلند کنن. حالا بهتر شد، یه خورده نزدیکتر شدیم به این ماجرا و قرار بود که و قرار هست، یعنی توش هستیم که همپازی کیهانی که اینجا استارت خورده ولی ادامه داره، چون نهایت قضیه در بی نهایته. قراره که ما به آشتیهایی برسیم، مثالهایی زدیم، حتی مثال یه سوسکم زدیم که قرار تضادهای ما با کمکی که به اون میشه تضادهامون با بیرون از خودمون با هستی حل و فصل بشه. و اینجا بدونه که ما بدونیم فرزن با یه سوسک ما در تضادیم، خودمون خبر نداریم و یه سوسک میتونه ما رو مچاله کنه، میتونه سلامتی ما رو به خطر بندازه، میتونه تنشهای رو قلب ما ذخیره بکنه که کرده. اما خب انشاءالله بعد از این آشتی کنونه و اینا حل و فصل میشه. بله 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 بله، در اینطوریه. اینا یه آثاری از این مسئله است، چون متوجه میشیم که تن واحده است، همونه که نفرین میکنیم، همونه که پوش میدیم، بعدن یه دفعه میبینیم که اینم پاره تن خودمونه، خودمونه اصلا. منتها باید بریم جلوتر، یه پردهای کنار زده بشه، ببینیم که غیر خودمون چیزی نیست و همه چیز خود ما هستیم. حالا این خورده خب به هر حال تو ارپان مسائل خورده فرق میکنه با دنیای بیرون، باید به ادراکاتش نزدیک بشه. بسیار خوب، یه مطلب که روی خودمون دقت بکنیم، ببینیم که آیا دیدمون عوض شده، عوض میشه، نمیشه. و از همه مهمتر اینه که بعد از این آشتی خودمونم علتش هم میفهم، متوجه میشیم علتش چیه. خب ببینید، حالا به علت اینکه اعتقادات ما با مسائلی که در جاهای دیگه مطرح میشه تفاوت کلی داره، مثلا در اونجا چشم سوم، اینجا چاکرایی که هست، چاکرای 6، صحبت هست که این اگه روش تمرکز کنی نمیدونم اینجوری میشه، چشم سوم باز میشه، نمیدونم یه روشنبین میشه. تعریف ما از روشنبینی با تعریف اون روشنبینی فرق میکنه. ما روشنبینی میگیم زمانی که آگاه بشیم، به وضوح و درک روشنی از جهان هستی برسیم، روشنبین شدیم. اما در اونجا میگن روشنبینی، اگه یک کسی میتونه فکر ایشون رو بخونه میگن این روشنبینه، اگه فردا رو بتونه ببینه میگن روشنبینه، اگه بتونه نفوذ بکنه در یک کسی میگن روشنبینه. اگر خب از تفاوتی بسیار کلی بین تعریف‌های ما و تعریف‌های سید وجود داره.
ما اینو داریم میگیم. ببینید اگه مثبت دیگه شما باید روش قضاوت کنید. استاد من مثلا در نمونه سیاوش که بودش، بله، روی شما ببینید، روی ما اتوماتیک ممکنه که روی چاکرای 7 6 5 4 3 2 1 رو تو کار میشه. ببینید نیاز دارید روش کار میشه، اما ما به شما گفتیم که تمرکز کنید. نگفتیم، گفتیم اگر کسی مشکل چاکرا داشته باشه اتوماتیک روش کار میشه. درست شد یا نه؟ بعد اینجا ما میبینیم که کمال تکنیکال نیست که مثلا من میشینم تمرکز کنم روی این چاکرا به کمال برسم. تکنیکال نیست و به طور کلی ما روی هر چیزی که فن و تکنیک باشه، فن و تکنیک و روش باشه خط کشیدیم. چیز آویزون کردنی خب که بگیم اینو آویزون کنیم این کارو برامون انجام بده، اینو درسمون کنیم اونجوری بشه، اینو نمیدونم چیکار کنیم، اینا به این چیزا نیست. نه خب ببینید، نه اینو که تو اتصال ما انجام میشه هر کاری صورت بگیره کار لازمه. مگه شما خواستید این کار بشه؟ اون کاری که شما بخواید اختلاله. دقت میکنید؟ مثلا شما میخواید رو نمیدونم چاکرای نمیدونم هفت کار بشه، این اختلال میکنید. اما خود شبکه اگه صلاح بدونه روی شما روی اون چاکرا کار میکنه، که همون که داره روی چاکرای شیشه شما کار میکنه. من اگر الان سوال بکنم خیلی ها روی چاکراشون داره کار میشه. چند نفر داریم؟ اونه که چاکرا رو میشناسن. اجازه بدین. پس اینجا نگاه بکنید که شبکه منفی چطوری ما رو در معرض اطلاعات قرار میده. شما نمیخواید ولی اطلاعات ایشون داره میاد به سمتتون. درسته؟ خب اگر اطلاعات شما، الان من نمیخوام، اطلاعات شما داره میاد به سمت من، شما راضی هستی؟ راضی نیستین؟ اجازه بدین. چی کارش باید بکنیم؟ پس یه حلواست آوردن و ما میبینیم که عجب حلوای شیرینیه، همون ماجراست. خب میگی بابا نمیخوایم. اونه که خوشمون بیاد یه مسئله است، اونه که خوشمون نمیاد یه مسئله دیگه است. حالا ممکنه اون اصرار کنه، هی از شما نه نمیخوام، اونه هی اصرار میکنه. یه روز دو روز سه روز توجه میکنید و خونه آخر اینه که قطع اتصال از شبکه منفی رو بیایم استفاده بکنیم. ولی بالاخره خواست و نخواستن شما این مسئله رو شما رو در معرض آزمایش قرار گرفتین اتوماتیک، که الان اینجا اگر از این مسئله خوشتون بیاد ادامه پیدا میکنه. یه چیز دیگه میدن. یه دفعه شما به خود، یعنی ما به خودمون میبینیم که برو بغلمون شکلات و شیرینی و نمیدونم همه چیده خوشمزه، طبیعتا دیگه اینجوری مجبوریم یه راه دیگه ای رو بریم. بهتر که ندن، بهتره تا شکلات بدن. خب الهامات همون آگاهی هاییست که میخوایم، منتها باید حواسمون جمع باشه همین آگاهی ها را هم ببینیم. به اصطلاح آگاهی های کماله یا آگاهی های قدرته. آگاهی هست اصلا در رابطه با زندگی شما شبکه مثبت کاری نداره بیا راجع به زندگی شما حرف بزنه، راجب زندگی من حرف بزنه، نمیدونم بگه بزن پسرت اینطوری، همسرت اونطوری، دخترت اینجوری، مثلا یا اینو بخر اونو نخر، یا از این را برو از اون رو. اینا کار شبکه مثبت نیست. شبکه مثبت بیکار نیست که بیاد حالا به من بگه این را نرو از اون را برو، اینو بخر اونو نخر، نمیدونم حالا راجب پسرت، همسرت، نمیدونم شوهر خواهرت. بله. بعد یه دفعه دیدم که این بالا آورد، دویدم سمت همون سخت برداشتم آوردم نگاه کردم این خوابه. بله. منم خیالم راحت شد کنارش خوابیدم، 10 دقیقه بعد همون اتفاق افتاد. خب بعد من بلند شدم دوباره همون صحنه‌ای که دیده بودم همون اتفاق افتاد. بله. این چی میشه؟ ببینید حالا بعضی از مسائل
بعضی از غذایا ممکنه به خودی خود خونسا باشه، به خودی خود. حالا این به کسی ضرری نرسیده، حقی نقض نشده، اتفاقی نیفتاده، شما هم عادی نگاش کن. اما وقتی خوشتون میاد دفعه دیگه، چون اول توجیهش میکنن، میگن ببین قبل دیدی پرید سطل آوردی گذاشتی بغل دسته، یواش یواش کار رو برای شما توجیه میکنن. بعد یه دفعه به خودمون میایم میبینیم که موضوعی که از سطل و یه کار مثبتی بود رسیدی به 100 تا کار منفی. ببینید حالا من میگم این کار به خودی خود چیزی نیست، به کسی ظلمی نشده، به حق کسی ضایع نشده، ما به حقوق کسی تجاوز نکردیم، به حریم کسی تجاوز نکردیم. نه نه نه، صوت، ماجرای صوت تو همفازی کیانی متعلق به ماجرای خودمونه. ببینیم که چیه ادامهش، چی میخواد بگه. نشانه است، نشانه است، جلب توجه شما چیه، آخر چی میخواد بشه، تصمیم میگیریم. الان نمیدونیم، ما به عنوان شاهد گوش دادیم دیدیم یه همچیزیه، اما در این مورد ایشون 10 دقیقه زودتر متوجه شده که الان فرزندش مثلا فرزندش ببخش بالا میاره پدیده سطل آورده گذاشته اونجا، این حالا ضرری نداره، ولی فردا میبینید 10 دقیقه زودتر یه چیزی رو میبینه که نباید ببینه، 10 دقیقه زودتر یه چیزی رو نباید ببینه که دیده. حالا ممکنه اون وقت آرامش رو از دست بده، ممکنه آسایش رو از دست بده، ممکنه منافع عظیمی به دست بیاره، خوشش بیاد، هزار تا چیز ممکنه. بنابراین اینا رو باید تیزهوشی با تیزهوشی تمام بایستی دنبال بکنیم و ببینیم چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی رو نباید بخوایم. به طور کلی شبکه به اصطلاح مثبت، شبکه مثبت کارش خوب، کارش آگاهی کماله، رسوندن ما به آگاهی کماله. چی بخریم، چی بفروشیم، اصلا اینا برای این هوشمندی خنده داره که ما اینجا فرض کنیم خیلی چیزا برای ما اهمیت داره، برای این هوشمندی اصلا ما سرکاری هستیم. مثل همونجوری که ما یه بچه مهد کودک نگاه میکنیم میبینیم یه بچه همسن سال خودش رفته رو اسباب بازی شکسته، الان دنیا براش به آخر رسیده، داره گریه میکنه که دیگه برای اون در واقع همه چیز تموم شده. حالا اگر که ما میتونستیم از درون اون باخبر بشیم و اونم اطلاع داشت که کائنات و اینا هستن، ممکن بود از همه کائنات میخواست کمک بگیره که این ماشینش درست بشه. حالا شما که دارید عبارا نگاه میکنید خندتون گرفته که اون برای چه چیز کائناتو داره میطلبه، برای چه چیزی واقعا. خب بنابراین این مسئله به طور کلی شبکه مثبت فقط آگاهی کمال و شبکه منفی آگاهی حلوا. برتری و توفق به اوضاع و امور و اشخاص و اینها رو، اینا چیزایی است که جان ببینید یه جاست که ما میبینیم که یه دفعه میبینیم که هر چی میگیم میشه، میگه بعد پشیمون هم میشیم که چرا کم گفتیم، زیادتر میگفتیم. خب ببینید چه اتفاقی میفته از چند جنبه نگاش کنیم. اولا اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه زندگی لطفشو از دست میده. اولش جالبه که خب چیزه، ولی وقتی گفتی بعد یه دفعه در انتهای قضیه دیگه زندگی لطفشو از دست میده. این کاری با این مسئله نداره. اما ببینید که چطوری دامگذاری میکنن، یعنی در واقع به یه شکلی شما فرض کنید که یه دام میذاری اونجا، اون مرغ نزدیکتر میشه، دوباره میذاری دوباره میاد، داری میبرش به یه سمتی، یه جای قشنگ براش یه چیز تدارک دیدی، میذاری جلوش، میذاری میاد، بعد یه جایی اونو میگیریش. ببینید ما باید یه جوری جذب بشیم،
باید یه جوری ما رو تو بندازن تو تله، یه جوری ما باید یه کاری بکنن خوشمون بیاد، عقلمون زایل بشه. یعنی خب خیلی خوبه من این دفعه بگم بشو، یه دفعه دیگه از همه فکرها چی میشم؟ معطوب میشم، میام توی کانال دیگه، این ورمه رو نمیبینم، همون رد پاه رو میگیرم، میرم تا کجا منو توی اون دامه بندازن. ببینید هدف شبکه مثبت این نیست که اصلا ما رو نفرستادن اینجا که ما اینجوری کردیم یه چیزی بگیم این بشه، بگیم اون بشه، حالا ارزش کم یا زیاد، اصلا هدف این نیست، فلسفه خلقت این نیست. ما اومدیم اینجا گفتن لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای شما مگر اینکه براش تلاش بکنید، و تو این تلاش کردن میریم اون وقت باید یه چیزی هم از کمال دازه پیدا بکنیم. بنابراین این مسئله میاد و ادامه پیدا میکنه. دوباره اگه ما خوشمون بیاد، خب دوباره ای پیگیری میکنیم یه جا میبینیم که تو دام هستیم. حالا اینو بخوایم برای ما بعدن دیگه بار آخرتون باشه. آره خب، هم پس به طور کلی ببینین ترفندهای شبکه منفی بسیار بسیار عجیب و جالب و قشنگ و چیزه، و بعضی موقع هم برای ما توجیهات قشنگی میکنن. ممکنه که ما یه آدم نیازمند سر رامون صف بشه، ما یه دفعه آگاه بشیم که این نیاز داره، بعدم میگیم میریم درست زدیم تو خال، میگه اینها رو به معرفتش برسیم یا از توش رد بشیم. کدوم یکی؟ ببینید یا حفیظ و یا حافظ، و شما انشاءالله تو این ماجراها بحث حفاظها رو الان هم میدونید هر کاری میکنیم حفاظ داره. حفاظ اینجوری نیست، حفاظ باید جز وجودی ما بشه، حفاظ حمل کردنی نیست. دقت فرمودین، اینه که یه نفر از این رد بشه اتفاقی نمیفته. چی رو؟ کسانی که رد شدن، عرض کنم خدمت شما، اینا رد میشن بعد میبینن که دوروبرشون یه چیزایی هست، یه سری مسائل هست، موجوداتی همراهشون میشن. لرزی بله 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 خوب بله. ببینید به هر حال ببینید بله ببینید پس ببینید دنیا دنیای آگاهی است، دنیا دنیای اطلاعات، دنیا دنیای کار کورکورانه نیست، و بنده را نخرند به عیب بی هنری. نمیشه بگه که آقا من آگاه بودم، میگن خب ما فرستاده بودیم روز زمین بری آگاه بشی. یعنی ببینید الان شما یک کسی با قانون یه جوری میفته گیر قانون، میتونه بگه من حقوق دان نیستم؟ آره یا میگیرن به صرف اینه که مگر همه ما همه مفاد قانون رو بلدیم؟ درسته، اگر مشکلی برامون پیش اومد افتادیم گیر قانون، میتونیم بگیم که ما از قانونشون اطلاع نداشتیم باید ما رو ولمون کنین؟ میگن که این مفاد قانون، شما هم حقوقدان نیستی، ولی این رفع اتهام از شما نمیکنه، ما ناآگاه بودیم اما رفع ضرر از ما نکرد و رفع اتهام هم از ما نمیکنه. میگه میبایستی نگاه میکردی، نگاه میکردی ببینی که چیه، اولا دو میرفتی فکر میکردی، افلا یعقلون، میباید فکر میکردی که باید ما اینو فرستادیم که تو معرفتشو در بیاری یا اتوش رد بشی، و بعد اتوش رد شدی بگی که آقا نمیدونم فرض کن انتظار کارایی داشته باشی، ما اینو فرستاده بودیم، ما ز قرآن مغز را برداشتیم پوست را بره، حالا من اونو نمیگم، بحر خسان بگذاشتیم. خب پس قراره که ما از قرآن مغز رو برداریم، نه اینکه آیاتش رو آویزون کنیم و دلمون رو خوش بکنیم که به اصطلاح آره یه کاری انجام دادیم. نتیجه من یه چیز میخوام بگم خدمتتون، یه مطلب رو میخوام خدمتتون بگم، این پایه تفکریست،
پایه تفکر اینه که دید مکانیکی رو بذاریم کنار. اگه معرفت باید بهش برسیم، وگرنه دلمون رو به همین گفتم چیزای آویزون کردنی و انگشتر رو نمیتونم به این حرفا. اینا فقط ببینید، تمام اینا من استناداتش رو میارم خدمتتون، اینجا میبینید که کتب زیاد در مورد علوم غریبه و فرانه، همه اینها موکل دارن، هر کدومش رو حمل میکنیم موکلش همراشه، یعنی موجود غیر ارگانیکش همراش هست، یعنی موجودش هم بغل دستمون را میفته با ما میاد این بر. بله همونه که پشتش همونو کشیدی، یعنی انگشتر ساده است. چه ما داریم واسه انگشتر ساده؟ اونه که شکلو ببینید، من نمیدونم اینه که شکلو رمز و شماره و تلسم اینا داره، اون موجودشو همراه خودش با ما میکشونه میاره، و ما بهتره که دیدمونو حواسمونو جمع بکنیم، معرفتها رو در بیابیم. معرفت هاست که با ما انتقال پیدا میکنه به زندگی بعدی، کماله که انتقال پیدا میکنه. خب پس در مورد بحث شناخت شبکه منفی، این تیسوشی که بایستی در تجزیه تحلیل اطلاعات و آگاهی و اینجور مسائل داشته باشیم، بایستی خیلی حواسمون جمع باشه، فریب نخوریم. یه آگاهی دادن، یه مطلبی شد، یه توانایی، یه قدرت، اصولا قدرت که آمد باید شما آژیر خطر رو به صدا در بیارین. آژیر خطر رو به صدا در بیارین اینه که این قدرت رو چرا دارن به ما میدن، و این قدرتی که به ما دادن نقض چه چیزایی میشه. آیا اگه کسی دیگه این قدرت رو داشته باشه با ما برخورد کنه اینطوری، ما خوشمون میاد؟ آنچه بر خود نمیپسندی و دیگران نیز نپسند. اینها رو به خوبی، اگر خیلی ساده است، اصول ساده ای، هر چی بهمون دادن کافیه یک دقیقه راجبش فکر بکنیم، بعد متوجه میشیم که این به درد ما میخوره، به درد کمالمون میخوره یا به دردمون نمیخوره. توجه فرمودین؟ لذا جانم، بله ما رو دارن. بله بعد متوجه میشن که الان من توی این جریان هستم. ببینید یه دستشون چه برخوردی داشته؟ ببینید یه دستشون حالا امکاناتی که در اختیار دارن به ما ثابت شده، مثلا حتی بهشون گفتن که شما کجا رفتین، چیکار کردین، و البته کاری نمیدونن چون خونساست، همشون هم کشیدن کنار، همشون کشیدن بیرون. بعضی هاشون میتونن بفهمن چه اتفاقی افتاده و به طور کامل هم دیگه میرن کنارا، یعنی میدونن که به اصطلاح جای مانور نیست. ولی شما برخوردی که دارید اصولا برخورد عادی دارید، برخورد خاصی ندارید. شما فقط باید گوش به زنگ باشید که مرتب حالا بحث قضایا رو. توی سالهای گذشتم خب من میدونستم جریان، بله، ببینید ما به طور کلی این بخش از قضیه بخشی از جنگ تشعشعاتیه، یعنی اینا که شما میبینید و این چیزا و اصولا تشعشع دفاعی و اینها یک بخشی از جنگ تشعشعاتیه، یعنی جنگ پشت پرده، یعنی اون یه کاری برای شما میکنه، شما اونجوری خونساش میکنید، اون یه کاری برای این کاری، همین ماجراهایی که الان میبینید که همه دست به گریبان همدیگه به یه نوعی هستن، چه دانسته چه نادانسته. بنابراین اون مسئله خود رویا روی مسائل قوانین فیزیکی خودشو داره، یکی بیا یخ منو بگیره خب این مسئله میشه، ولی تا زمانی که داره جنگ تششواتی رو با من انجام میده، نه مدرکی داری، نه دلیلی داری، نه میدونید که هست ولی چیز قابل ارائه و قابل اثباتی ممکنه نباشه. شما باید چیکار بکنید؟ توانایی مقابله داشته باشید.
ضد ضربه باشیم، بایستی بتونیم کارهای شیطانی رو خونسا بکنیم. دقت میکنید؟ باید بتونیم این کارها رو خونسا بکنیم. قربونت هم دست خونسردی تو حفظ کن، حمله هم نکن لطفا. نه تشعشع دفاعی، نه تشعشع دفاعی اجازه میخواد، ولی با کنترل تشعشع منفی 1، 2، 3 حالا چیزی که داریم این مسائل خونسا میشه. خب اجازه هم نمیخواد. من توی آینه مثلا سر عقدم، آینه بله این موجود هست، یعنی خودم هم میدم هر بارم نه اینو میآوردیدش برای ما. این سند و مدرک رو هم بیارید ما بذاریم ببینن آگاه بشن، هم خونساش میکنیم، با شکستن چیزی عوض نمیشه. نه بیاریدش برای ما، نه بیاریدش برای ما. بله بله بله. حالا همین کار خدمتون عرض کردم به خاطر آگاهی مردم، به خاطر اینه که بدونن ماجرا از چه قراری است و بحث یوبس به صفی صدور ناس من از جنت و ناس، هم اینا رو بدونن، هم اینه که خلاصه کار خودتونم انجام داده باشیم رها بشین دیگه، این کارو به اصطلاح به این صورت دارم. خب جانم بله یادمه. همراهتونه؟ می آوردین دیگه این چیزا رو پیدا میکنین دیگه نگه ندارین، بعد دارین بیارین. حالا بیاریدش ما یه چیزای دیگه هم پیدا میکنیم توش. ببینید ببینید بعضی از چیزها ببینید همونطور که توضیح دادم خدمتتون، بعضی از چیزها اگر یه همچین چیزی نداشته باشه شما مشکوک میشین. ساده که ساده است دیگه، معمولا مثلا میان که این ورش و این یکاده، اون ورش میانه که یه چیزایی رو نقش کردن. یه نمیدونم ببینید، ببینید اگر چشمتون خورد به چیزی توجه میکنید اونو به اصطلاح، حالا اگه سنگشو در آوردین اگه چیزی بیارید برای ما، اگر نه نمیدونید چیه ما کلا کنترل تشعشع منفی براتون کار میکنیم که مشکل حل و فصل میشه، ولی اگر چیزی هست بهتره که دیگه نگه نداره، با دور انداختنش هم مسئله حل نمیشه، اون جاری است. شما بندازیدش بیرون نمیدونم اینا مثلا میگم بندازید رودخونه آب روان، نه نه اون تلس جاری است. حالا بریم سر اصل ماجرا و جانم. بله بله. نه 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 تو ارتباطات ویژه اینا نیست، تو ارتباطات ویژه چیزای اورژنتی هست که باید سریعا یه کاری برای فرد بشه، بهتر بود ادامه میداد و یعنی یه کارهایی انجام شده که خیلی به نفعش بوده. تو ارتباطات ویژه ما از این
خب گفتیم ارتباط ویژه، بیاید توش ارتباط ببینید چه خبره دیگه، ما چی بگیم بهتون؟ استاد من چشمام شروع کرد به سوزش و یخ زدن، خب بعد دیگه هیچی نبودم جز نفس کشیدن. بله فقط اکسیژن رو حس می‌کردم. بله این میدونه چه مرحله ایه؟ یعنی مرحله ایه که در واقع محو شدن، فنا شدن، شدن یه توده آگاهی. میدونه چند سال میدون تا بدون تا بشن یه توده فقط آگاهی. خب حالا به هر حال اینا این اتفاقا میفته، ولی خب درکش و آگاهیش رو داشت. اگه من آقا قبل بگم که اینجوری میشین، اونجوری میشین، اینطوری میشید، خب شما میگید که ممکنه بگید القائه. من هیچی نگفتم، الان توضیحات خودتونه. گفتیم آقا ارتباط ویژه داریم بگیریم، تموم شده رفت. حالا شما دوباره شب عید فطر رو داریم ببینیم که چطوری است. شب‌های جمعه یعنی پنجشنبه ده شب تا شیش صبح جمعه هم داریم. مناسبت‌های تعطیلی ها هر روزی که فرداش تعطیلم اینو از ده شب تا شیش صبح داریم. بله مهمان هر کی خواستین دعوت کنید، اسم نمیخواد. نه مهمان نه، مثلا اسمشونو بدین چیز؟ بدین اون دیگه شما که میتونید این کارو بکنید. شما که میتونید این کارو، نه اشکال نداره. خب یه موضوع سوال اینجا پیش از کلاسمون مطرح شد، بحث این که بحث مورد آزمایش قرار گرفتن و این موضوع که میگن که آدمای خوب خداوند به سختی اونها رو در آزمایش میندازه و آدمی که خوب باشه خلاصه هر روز تو آزمایشات است و بعد سختی و بدبختی و فلاکت و بیچارگی. درسته؟ یعنی چرا گفتیم حتی در این بعض مقربتر از جام بلا پیش؟ بله همین دیگه، من رو همین صحبته که شعر شما هم به هر حال اینجا اینطوری بود که خب جان که چی زدیم؟ سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرات. شما ارتباطی به این شعر نداشت. این داره میگه هر که به درگاه خداوند مقربه سختی و بدبختیش و فلاکتش هم بیشتره. میخوام ببینیم که همچین چیزی هست. ببینید 7 میلیارد انسان گرفتارن، اهم از خوب بودن به طور نسبی، بد بودن به طور نسبی. و اینه که اگر فکر بکنیم آدمای خوب هر روز دچار بدبختی و فلاکت و مصیبتن، همچین چیزی نیست. اینا حربه شیطانه که ما رو از خوب بودن بترسونه، بگه اگه خوب باشین ببین بلا به سرتون میاد. حالا ما یه جایی به کسی برمیخوریم، میبینیم که دچار سختی و مصیبت و بلا و اینها، واکنش دفاعی روانی باعث میشه که ما میگیم که بابا ناراحت نباش، همه مردان خدا و همه زنان به خدا نزدیک شدن، همه آدم های خوب در سختی و مصیبت و مشکل هن. اینو میگیم و اونو با شنیدن این حرف یه جور آرومش میکنیم. مثل این ماجرایی که میگیم تو مزار اونا میگیم خدا گلچینه، قانون تولد و مرگ شامل حال همه است، گل و خار و غیره و هر کس هست از این دم در هم بر هم میره و اینها در واقع چهره بدی نشون میده از عالم بالا، چهره نشون میده که نعوذ بالله نوعی قرص هست، نعوذ بالله نوعی سادیسم هست، نعوذ بالله و اینها، در حالی که به این صورت نیست. و نحوه در آزمایش افتادن حساب کتابی واقعیتش نداره و همه چه به صورت قومی چه به صورت فردی در معرض آزمایش بودن و هستن. الان اگر یه نگاهی به تاریخ بندازیم متوجه میشیم که در دنیا قدرت دست همه گشته. خب از امپراتوری خودمون تا امپراتوری نمیدونم اسم ببریم روم، یونان، قسطنطنیه، روسیه، نمیدونم پرتغال، بلژیک، اسپانیا، ژاپن، چین، خب دیگه انگلستان، آلمان و خب حالا به هر حال آمریکا و
حالا در مورد فلسطین هم میگم بله بله، حالا فلسطین و بحث افغان ها اینها در واقع ببینیم در طول تاریخ قدرت دست همه گشته، همه آزمایش پس دادن، هر قومی اگر فردا بگن که خدایا اگر قدرت دست ما بود ما میدونستیم چی کار کنیم، به نفع بشریت کار میکردیم، میگن بشین سر جات، تو از همه بدتر بودی. توجه میکنید افغان ها یا ازبک های سابق شرق ایران همیشه در معرض تاخت و تاز و غارتگری ها و این دو چیزا بوده و در واقع فلسطین هم مشابه به اصطلاح ازبک ها در این طرف در حوزه مدیترانه یه سابقه تاریخی اینچنینی دارن و خلاصه قدرت دست همه گشته و اونم حالا اگر دستش نیامده باشه میاد. مهم نیست چقدر قدرت باشه، مهم اینه که یک نسبتی به نسبت دیگری اعمال که بشه میشه قدرت نمایی. در مورد فرد به فرد هم همینطوریه. من یک مثالی رو و تجربه رو تعریف کردم از مورد فردی و گفتم همه نباید بشن هیتلر یا ناپلئون یا اسکندر مقدونی و نمیدونم آقا محمد خان و نادر شاه و نمیدونم اینا، همه نباید بشن که فرزند برن یه آدم رو کور بکنن تا ما بگیم خب این آزمایشش بعد آزمایش پس داد. یه روزی من دو سه تا کارگر افغانی رو گذاشتم زیر دست یه کارگر ایرانی تو کار ساخت و سازی، رفتیم که یه سری کارا انجام میدیم، برگشت میدیم برای خودش هم. گفتیم که چی شده؟ گفت که آره اینا کار نکردن و اهل کار نبودن و گذاشتن رفتن. من این مقداری برام مشکوک به نظر اومد. یک روز تمام گشتم اون دو سه نفر رو پیداشون کردم و گفتم خب چی شد؟ گفتم بله این با ما یک کار، گفت نمیخواد، گفته بریم، خودش روش نشده به شما بگه. بعد گفتی اصلا ما کار نداریم، برید و اینا رو کاروبار رو از دست اینا چیز کرده بود و اینها رو بله اون ظلم چیز رو در حق این دو سه نفر کرده بود. خب یه درسی اونجا برای من بود، ما حتما نمایستی به کجا برسیم، ما ممکنه در قالب یک کارگر ساده از ما ظلمی ساته بشه که معادل ظلم آقا محمد خان قاجار باشه، معادل ظلم نمیدونم هیتلر و ناپلئون و اینها باشه. ما فکر میکنیم که دست ما نیفتاده، دست ما افتاده، تصور میکنیم که ما خدا رو شکر ما نشدیم هیتلر، چی رو نشدید؟ شاید ما توی یه اتاقی هستیم که دو نفر زیر دستمون آتیش میسوزونیم، شاید ما کاری میکنیم که نسبت این به اون، یعنی این کارگره به کارگر افغانی مثل هیتلر به نمیدونم 35 میلیون نمیدونم تلفاتیست که در جنگ جهانی دوم رو دست بشریت گذاشته شد. خب حالا به هر صورت این امکان به طور طبیعی در اختیار همه قرار میگیره. من وسیله آزمایش ایشونم، ایشون وسیله آزمایش ایشون، ایشون هم تو هر کدوم. ببینید اینها طبق قانونهای خودش، قانون عمل و عکس العمل، قانون کارما، قانون باستاب، نمیدونم همه اینا اینجا کوتاه مدت و طولانی مدت، هم کوتاه مدت هم طولانی مدت اینها گریبان ما رو خواهد گرفت و از بین نخواهد رفت. خلاصه عمل عکس العمل و حالا همین جاش هم در همین جا هم انقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. اینجا هم سر جای خودش ببینید بهشت و جهنم هر روز هر ثانیه هست، طولانی مدت هم هست، یعنی چه در مقطع کوتاه و چه در طولانی مدت اینها هرگز از ما جدا نیستن، در همین جا و در طولانی مدت هر کدومش هم یه مکانیزمی داره. یه شکلی به اصطلاح
کار رو به عهده داره تا اینه که ذره این بر اون بر نشه و عدالت جاری باشه که هست. ببینید عبور از جهنم الزامی است، اجباری است، ربطی به این مسائل ما اینجا نداره، الزامی است. بچه نه اصلا ما اصلا آگاهی های ما در یک دست، آگاهی که باید باشه در یک دست، قیاس اینها با هم در یک جای جهنمه. اون چیزی که میبایستی باشه اون چیزایی که هست تو دست منه، من صاحبش هستم. قیاس اینها با هم سوختنه. و حالا از مکانیزم اصلی جهنم آخه برای این نیست. مکانیزم اصلی جهنم اینه که ما به او برسیم، اگه نباشه ما هرگز به او نمیرسیم. بعدن صحبت بله توضیح بله و ما و ان من کم بله بله تمام مدت شب من افکارم حول این بود و تمام این چیزایی که حضرت رسول فرموده بودن در جوابین همون شب اصلا من اومد بخونم به من گفتن. بعد رفتم تفاسیر رو دیدم، دیدم درست عین اینه. بعد دیدم واقعا خداوند چه حقوقی جالبی بهمون زده. نهایتا روح خودش به خودش برمیگرده. بله انا لله ما عزوییم و انا الیه راجعون. ناخالصی بله در عزد مونتا این جهنم مکانیزم جهنم و اینا همه داره کار جالبی انجام میده. بله. بله بله 65ش خوندم تا بله درست بله سوره مریم که اونایی که معاد رو قبول ندارن و مشرکن همگی به جهنم میرن. اونایی که مشرکن خدا رو قبول دارن معاد رو قبول ندارن میان بیرون، یعنی با تقوا‌ترن. اونایی که نه جفتش قبول ندارن میمونن تو جهنم. و بعد آیه های بعدش باز در مورد مؤمنین نوشته که میرن تو بهشت. چون این مسئله برام خیلی بله حالا البته ما چون این بله اینجا الان فرصت اون چیز نیست، ولی اینو توی بحث کارشناسی مطرح شده، پذیرفته شده و ان منکم الا واردها و به اصطلاح به نیست کسی مگر اینکه وارد بشه این به اصطلاح مورد قبول واقع شده، مورد تایید واقع شده، تطابق کاملی داده شده. باز هم در حال تطابقهای دیگه ای هم هستیم، توجه میکنید و ثابت میکنیم که اگر رد نشن این روی هم افتادنی که حالا ما بعدا صحبتشو میکنیم اتفاق نمیفته، برای اینکه در مرکز وجود ما نفخت و فیه من روحی هست. گفت لا تقرب آدش جره، نزدیک نشید. بین ما و او یک حائل ایجاد شد، این حائل نمی سوزه مگر در جهنم، شامل حال هممونه. فنای فلاح اینه که ما اینجا تضادمون با خدا حل کردیم، ربطی به زندگی بعدی نداره. آگاهیشو میبریم زندگی و از زندگی بعد تجربه جدیدیه، ربطی به اینجا نداره. تجربه زندگی بعد کاملا نوعه و زندگی بعد و همینطوری اینا کاملا تجارب جدیده. من یک مرحله تضادم با خدا حل کردم در سطح اینجا، فنای فلای اینجا اصلا در مقابل مرحله بعد ذره در مقابل چیزه اقیانوسه، اصلا قابل قیاس نیست اصلا. برای همین هم کسی استثنا نیست و همه این حاله رو هر کس اسمش انسانه این لایه او رو جدا کرده. بله جدا کرد. خب یه سوال، چرا مرگ طراحی شده و چرا مرگ اختیاری نیست؟
حالا امروز هم صحبتمون راجع به جهنم اینجا پیش اومد، دوستان بحث رو پیش کشیدن. ما قبلا هم گفتیم جهنم جز رحمت هست که به طور خاص نصیب همه ما خواهد شد. مرگ هم همینطور. اگر مرگ و جهنم نبود ما هرگز به اون نمی رسیدیم، یعنی الیه راجعون انجام نمی شد، چون جهنم و حائلمون رو می سوزونه. مرگ هم یه کاری انجام میده که الان میخوام با هم مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم این طراحی چقدر هوشمندانه است و چقدر حساب شده است. خب شیطان مأموریتشو انجام میده و دیگه نتایج حاصلش مورد بررسی قرار میگیره. اگه شیطان نبود کمال داشتیم. شما در فهمیدین که خداوند شیطان با اختیار آفرید. بله. بله. میگین که ما جهنم بله. میگین بعد میرین که اینجا پس شیطان ما چیکار کنه؟ تو سوره 88 قیامت الحاشیه میگه خدا رو میبخشم شیطان رو میبخشم. تو سوره قیامت. بله. بله. خب پس اینجا تکلیف شیطان با کیه؟ خب خودش گفته میبخشم دیگه. ببینید شیطان از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ ببینید شیطان مگر غیر از اینه که ببینید از بالا یه نور بیرنگ اومده، یه نور بیرنگ اومده از یه منشور عبور کرده، این ورش یه نور بیرنگ بیاد از منشور عبور بکنه، چند رنگ میمونه این ور؟ هفت رنگ داریم. حالا این هفت رنگ رو از این ور منشور بدیم اون وقت چی داریم؟ بیرنگ داریم. حالا یه منشوریه که از این وقت نور اومده، از این وقت دو تا رنگ داریم، یکیش مثبت، یکیش منفی. از این وقت این نورا رو برعکس بدیم، از اون وقت چی داریم؟ کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست، کعبه و بتکده و زبه و زنار یکیست. اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوقه و عاشق دل و دل داده یکیست. مختلف گرچه بود درد من و درمانش، خوشترم زان که طبیبم یک و عطار یکیست. ببینید مأموریتش تموم میشه، ما هم به کمال میرسیم، شبکه مثبت و منفی هم دست همدیگه رو میگیرن، بادا بادا مبارک بادا، میرن دنبال کاراشون. تموم شد. این از این میونه، از این میونه ما به یه چیزی رسیدیم. به خود بودی نامدمی بر نیز شدن به خود بودی کی شدمی بهزان نبودی که اندر این دیر خراب نی آمدمی نی بودمی نی شدمی. بله ببین خیام، خیام تیسوش عجیب غریبی بوده، تمام حرفایی که زده به طعنه گفته، به یه عده‌ای گفته. ببین همه حرفاش به طعنه به اوناست که دنیا رو تقدیر میدونن، همه چیزو میگن او داره میکنه. بعد هی به اینا چون نمیتونسته به زبان دیگه بگه، هی به طعنه گفته خب اگه اینجوری پس ما اینجا چیکاره ایم. اینم یکی از اوناییست که میگه خب پس ما اینجا چیکاره ایم، بفرمایید ما اینجا چیکاره هستیم. نبود گردون راسود و از رفتن من جاه و جلالش نبزود، و از هیچ کسی نیست دو گوشم نشنو که این آمدن رفتن از بحر چه بود. ببینید خیام به طور غیر مستقیم این فکر رو به کار میندازه که بابا خب پس آخه اینجوری هم نیست که شما میگید. خب چون جمعی حواله به تقدیر میکنند. خب اونطور که حافظ میگه و به اصطلاح این حواله به تقدیر و حواله به خدا، و الان میگیم که هر سختی برای ما پیش میاد تفکر ما این بود که خدا، این الان پیش از کلاس ما همین صحبتون بود، خدا این بیچارگی رو برای ما پیش آورد که ما رو آزمایش کنه. بعد اعتراض بودیم که حالا خدایا امتحان کردی اشکال نداشت، ولی حالا یه امتحانی هست خود آسون‌ترش رو می‌گرفتی، یا لااقل امتحانی که برای ایشون قرار دادی آسون‌تر بوده، امتحان من سخت‌تر بوده. یعنی یه جور دیگه باش دست دید. همیشه معترضیم. یعنی یکی از جنبه‌های تضاد ما با خدا اینه که خدایا بله چرا امتحان از اون آسون گرفتی از من سخت گرفتی. هر کسی امتحان خودشو از این 7 میلیارد نفر بقیه سخت‌تر و مشکل‌تر میدونه. حالا
این آزمایشه که به ما کمکی نکرده، تازه ما رو باهاش دست به گریبان کرده. ما میخوایم بگیم بابا اینا طبق قانون خودمون، این قانون زمین دیگه، اینجا گفتین خدا، هوشمندی، قانون، عدد، اینجا دیگه مسائل به گونه دیگری اتوماتیکوار این مسائل سر راه ما هست و کسی ازش گریزی نیست. قانون صلیب، هممون صلیبمون رو داریم به دوش میکشیم. قانونه. پس این کلمه باید معنی دیگه ای داشته باشه. ببینید، حالا یک ما متاسفانه در قالب چیز بدآموزی زیاد داریم، این اولیش نیست، آخرش نیست، بدآموزی زیاد داریم که در واقع اومده درستش کنه، ذره چشی هم کور کرده، اومده بگه با چیز کنین، تعمل کنین، این سختی اومده، نمیدونم همین واکنش دفاع روانیه، ولی زده چشی هم کور کرده، تازه ما رو بیشتر با خدا به تضاد انداخته، مشکل اونم حل نکرده، نه حل نشده. خب ببینید، کمال تعاریف زیادی داره. یکی از این تعاریف از تلفیق آیات قرآن ما خیلی چیزا میتونیم تعاریف رو در بیاریم بیرون. گفتیم که خداوند قابل توصیف نیست، درسته؟ سبحان الله اما یصفون، اون نمیشه وصفش کرد، اما در قرآن میبینیم که توصیف شده، درسته؟ میگه هو الغنی الحمید، علیم و سمیع و بصیر و خبیر و رحیم و همین ها رو داره میاره میگه. خب اگر ما بیایم آیات رو با هم تلفیق بکنیم، تلفیق ساده ای انجام بدیم به این صورت خدمتتون میگم، متوجه میشیم که همین ها خطاب به ماست، درسته؟ مثلا میگه لا اله الا الله، خدا یکیست و انا لله و انا الیه راجعون، از اویم به سوی او میریم. چه معنی از تلفیق این دوتا میگیریم؟ او یکیست، ما به سوی او میریم، ما به سمت یکتایی میریم. چرا نمیشه ما رسیدیم بهش الیه راجعون شد بعد بشیم دوتا؟ اگه بشیم دوتا نقض همه چی میشه، ما بریم بازم یکتاست، همه هم بیان بازم یکتاست. مثل آب، یه مشت آب میگیری آبه، اما مولکول های H2O بسیار زیادی در مجاورت همدیگه قرار دارن. شما کسرت میبینی در آب نگاه میکنی یا وحدت میبینی؟ وحدت میبینی، یعنی در عین کسرت وحدته، درسته؟ شما اصلا ذهنتون به سمت کسرت نمیاد و الیه راجعون یه همچین پدیده است. پدیده ایست که وقتی نگاه میشه یکتایی است. اما چیان؟ داستان خلقت میشه مسابقه که ما بالاخره اون میرسیم، حالا اینکه چیزی تر میرسیم مهمه، چون بالاخره ما اگه اینجا دست یک کسی بگیریم و دست کسی نگیری بالاخره اون میرسیم، میرسیم، بله بله، دقیقا. خب یه موضوعی اومدن روی ما پیاده کردن، احسن، دقیقا همینطوریه، برای اینکه الهه راجعونه میرسیم. الان نتیجه گرفتیم که شیطان هم میاد و شیطان هم میبخشه ما رم که اینجوریه، اونم که اجازه بدیم. بله احسن، کار جالبی رخ صورت دادن روی ما. بله احسن. خب حالا یک ماجرای جالبی روی ما پیاده کردن. ماجرای جالب اینجاست که ما رو هم روز اول با کیفیت آشنا کردن، یعنی گفت که آدم نمیدونم اینجا توی این بهش ساکن بشو، بخور و بیا شام فلان کن و بیسا کن و نمیدونم همه، فقط اینجا به این درخت نزدیک نشو. یعنی ما رو بین دو تا چیز قرار دادن، یه زندگی بخور و نمیر، خط صاف ولی بخور و نمیر، این ور یه زندگی که گفت از اون ورگو اگر از میوه این درخت بخورید مثل خودش جاودانه میشه. درست شد یا نه؟ ما کدوم انتخاب کردیم؟ ما زندگی بخور و نمی رو فدا کردیم، این ور اومدیم خودمون رو به خطر انداختیم. خب خودمون رو به خطر انداختیم، در ریسک قرار دادیم که چیکار کنیم، به چی برسیم؟ زندگی جاودانه رو پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینا همش در قالب یه چیز ساده ای ماجراهای عجیب غریبی رو در واقع به گوش ما میرسونن تا ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نپوشم. حافظ خیلی قشنگ این بحث اینجا رو فهمیده.
فهمیده که اگه ما این کار به این درخت نزدیک نمی شدیم، هنوز که هنوز بود اونجا داشتیم یه زندگی بخور و نمیر بروبیا رو داشتیم، هنوز مشغول بودیم. اما اینجا اومدیم، به تکاپو افتادیم، به فراز و نشیب افتادیم، اما چیزی که در انتظارمونه، الهی راجعونه که در انتظارمونه، جاودانگیه. خب پس ما با یه چیزی ما رو آشنا کردم به نام کیفیت، همون لحظه اول. خب الان آشنای ما با کیفیت ببینید تو مسیر چه تغییری ایجاد کرده. خوب دقت بکنیم، الان مگه ما نمیدونیم که هممون میمیریم؟ درست یا نه؟ هممون میدونیم که میمیریم و پیمانه چه پرشور، چه شیرین و چه تلق، عمر چون به سرایت، چه بغداد و چه بعد، نباید فرقی بکنه. حالا پیمانه شیرین، تلخ، اینجاست، اونجاست، نباید فرق بکنه. آیا در عمل اینطوریه؟ آیا در عمل کدوم از ما اومدیم بگیم آقا زندگی مردن رو بلش کن ما نمیخوایم؟ چی اومده بگیم؟ چرا نمیگیم؟ چون کیفیت میشناسیم، میدونیم میمیریم، اما امروز حاضر نیستیم از دو شک پرقومون 10 سانت فاصله بگیریم. درست شد یا نه؟ چون این موجودو به خاطر اینکه اینجا این مسئله اشکال وارد نشه، اول اومدن با کیفیت آشناش کردن. انسان چه؟ یعنی آدم، انسان که اسم این موجود در اینجاست، آدم کل مرحله رو اونی که طی میکنه اسمش آدمه، ما اینجا انسانیم. خب آدم رو اومدن با کیفیت آشناش کردن، نمیتونه از کیفیت بگذره، کیفیت طلبه. بنابراین اگر ما اومدیم و جمع شدیم راجع به عرفان صحبت میکنیم، چرا راجع به عرفان صحبت میکنیم؟ برای اینکه از استرابمون جدا بشیم، برای اینکه از ناامیدی جدا بشیم، برای اینکه نمیدونم از ترس جدا بشیم، برای اینکه و برای اینکه ضد ضربه بشیم. اگر کیفیتی قرار نبود به دست بیاریم، حالا بعضی درمان پلو میذاریم دارم اینا همش میبینیم به کیفیته. اگه صحبت کیفیت نبود، کی ما دور هم جمع میشدیم؟ توجه میکنین؟ پس این ماجرا روش خطی کشیده شده که فرق نمیکنه. من تجربه کردم عالم کثرتو، میخوام تجربه کنم عالم وحدتو، تفکر مربوط به عالم وحدت، تفکر مربوط به عالم کثرت. عالم کثرت یه گلیمی تو عذاب بکش بیرون، دست رو بذار رو کلاه خودت، نمیدونم، همینه که هر کسی به فکر خیشه. تجربه کردیم، هممون داریم تجربه میکنیم، بعد دیدیم به چیزی نرسیدیم جز استراب، جز نمیدونم چی، جز خیلی مسائل دیگه. اومدیم میخوایم عالم وحدت رو تجربه کنیم. ببینیم خب حالا اینجا چه خبره؟ ببینیم اینجا استراب ما کمتر میشه، آرامش ما کمتر میشه. اگه بشه ادامه میدیم، اگه نشه ادامه میدیم؟ ادامه نمیدیم. اومدیم در عالم عرفان مزاحمت ها کمتر بشه برامون، رفیقای غیر ارگانیکمون، نمیدونم، مزاحمت ها کمتر بشه، آزادتر بشیم، رها بشیم. اگه به دست نیاریم آیا ادامه میدیم؟ ادامه نمیدیم. خب پس هر کاری رو که میکنیم ماجرای کیفیت پشتش خوابیده. هیچ کس نمیگه آقا ما که بالاخره میمیریم، حالا بذاریم 50 سال مضطرب باشیم. درسته؟ نمیگیم، هیچ کسی نمیگه. بنابراین اینجا فرمول خودشو داره، کیفیت خودش. زندگی بعدمون دوباره یه جور دیگه ما در رنج و عذابیم. اگر اشتباه بکنیم درست میگذره، ولی هر لحظش مشکلات فراوانی که شما تو تشش و دفاعی اونا تجربه، دوستانی که تجربه بکنن متوجه میشن، اونم که اینجا داره اذیت میکنه، اونم خودش هم در رنج و عذابه. اینم که الان به من ظلم داره میکنه، این الان خودش هم در رنج و عذابه. بریم ببینیم خودش هم تو جهنمه. ظاهرا همه چی داره، همه امکانات داره، نمیدونم برون میشه، ولی وقتی میره تو زندگیش میبینه اینم که تو جهنمه که چیزی به دست نیورده، مضطربه، دائم میترسه، دائم چیه احساس تنهایی میکنه، موجودات رو کلهشن. درست شد یا نه؟ پس در واقع این ماجرا یه شناختی
به برای ما ایجاد میکنه که ما چیکار بکنیم اینجا را راحت باشیم. راحت که یعنی حالا بحث همینه که گفتیم فرضا ملاکش اینجا آرامشه، ملاکش اینجا نمیدونم حالا همین مسائلی که تو قانون صلیب و اینا هم صحبت کردیم، در زندگی بعدی چی؟ بعدش چی؟ اون چیزی که لازم داریم اینجا که داریم چیز میکنیم، اونم که لازمه برای زندگی بعد داریم بهش تجهیز میشیم. این فکر رو گذاشتیمش کنار، ای بابا ما که بالاخره اله راجعونه، از جهنم که بالاخره عبور میکنیم، میخوام چیکار کنیم؟ این فکر روش یه ذره بیام توش وارد بشیم، روش خط میخوره، تازه مقیدتر میشیم که به کیفیت تا حد امکان به کیفیت اضافه بکنیم. این حالا ببینیم میشه یا نمیشه، با هم همینا رو بیشتر بررسی های بیشتری روش انجام میدیم. خب پس وقتی میگیم الیه راجعون و لا اله الا الله، او یکتاست، ما به سمت اون میریم، یعنی ما داریم به سمت یکتایی میریم، ما به سمت علیم شدن میریم، ما به سمت رحیم شدن میریم، به سمتی میریم که الان اگه مفهوم عشق رو نمیدونیم، عشق به معنای اینه که خود را ندیدن و همه چیز رو او دیدن. حالا او یه وقت یکیست، یکی وقت جمع، یه وقت حالا تجلیات مختلف داره. هر وقت خود رو ندیدیم و بیرون از خود رو دیدیم، حالا یا یک چیزه یا ده چیزه، این مفهوم عشقه. ما هم داریم به سمت این حالت میریم که یک جای اینو درک بکنیم. رحمت او اینه که همه چیز رو در بیرون داره میبینه، همه چیز در تجلی بیرونه، خودش رو نمیبینه. و خلقت ما هم به همین علت بوده، یکی از مسائل خلقت ما برای این بوده که میخواسته تجلیش به بیرون باشه نه به درون. خب تجلی به بیرون، الان تجلیش رحمتش به سمت بیرون یا به سمت درونه؟ به سمت بیرونه، یعنی یک دهندگی مطلق، درسته یا نه؟ صرف به سمت بیرونه، عطف به بیرونه، عطف به داخل نیست. ما هم داریم میریم اون بشیم. الان ما نمیتونیم دست از عشق به خودمون برداریم. عاشق هم که گفتم میشیم به خاطر عشق خودمونه که عاشق میشیم. توضیح دادیم دیگه، این فاز رو داریم طی میکنیم. سه تا فاز کلی داریم. فاز اول، روز اولمون که عاشق خودمون شدیم، یعنی از شد آدم فسجدو به ملائک گفت سجدهش کنین، سجدمون کردن، هستی ما رو سجده کرد. این سجده هستی باعث شد که ما معطوف به خودمون شدیم. این دفعه نگاه کردیم که ما چی هستیم که دارن سجدمون میکنن، عشق به خودمون رو پیدا کردیم، اصلا مفهوم عشق رو پیدا کردیم. قبلش که نمیدونستیم مثلا چیه، عاشق خودمون شدیم. یه مرحله بعد هم میتونیم عاشق خودمون بشیم، هم به بیرون هم یه نگاهی بندازیم. اینجا داریم تجربه میکنیم. یک مرحله بعد عشق صرف به سمت بیرون رو تجربه خواهیم کرد و این میشه رحمانیت. اینه که او رحمانه، ما هم رحمان میشیم، پامونو میذاریم جای پای او. به این مفهومه که توی یه مرحله بعد تجربه بعد تازه یاد میگیریم چطوری عطف مطلق به بیرون باشه. خب یکی دیگه از این چیزها اینه که هو الغنی الحمید و الیه راجعون، ما به سمت اون میریم، اون توانگر و بی‌نیازه. پس یکی از تعریف‌های کمال حرکت از نیازمندی به بی‌نیازیه. اگر بخوایم بدونیم آیا ما داریم به سمت کمال میریم یا نمیریم، در کل اینه که باید از نیازمندی به سمت بی‌نیازی بریم. هی باید پامون به جای پای او نزدیکتر بشه. یعنی یک روزی الیه راجعون اتفاق بیفته، ما هم مثل او بی نیازیم. یعنی تمام صفاتی که به اون دادیم در واقع مال خودمونه و اون موصوف نیست. یعنی اینا نویدهایی است که باید به خودمون بدیم، بگیم خوشحال باش که به سمت بی نیازی میری، خوشحال باش که به سمت علیم بودن و سمیع بودن و خبیر بودن و رحیم بودن و اینها داری میری. خب پیدا میشه.
بعد اونجا اینا همه پیدا میشه. برای اینکه میدونید چیه، ما یه سری چیزها رو نمیدونیم، الانم اگر صحبت کنیم قاطی میکنیم. لذا ما مقطع بحث ها رو باز میکنیم. الان اگه من به شما بگم که بابا ما فقط این یه حلقه رو نداریم، بی نهایت حلقه داریم. ما تو این حلقه ای که هستیم انا لله و انا الیه راجعون، فقط داریم دو قطبی رو تجربه میکنیم. منظورم رو میگیریم؟ فقط داریم تضاد دو قطبی، روز شب، خواب بیدار، مثبت منفی، اینو داریم تجربه میکنیم. میدونید که ما بی نهایت باید جهانهای مختلف رو تجربه بکنیم؟ پس این انا لله و انا الیه راجعون، خب این ببین فقط یکی از تجاربی است که در واقع ما داریم. ببینید میگیم که حالا ببینید الان ما به معیار تضاد میگیم خودمون. اگه نوع تضاد عوض بشه خودمون عوض میشه. میدونید از اینجا بریم یه جای دیگه تمام این تعریفای ما به هم میریزه، ولی اینجا چون تضاد میگیم خودم، میگیم خودم خودت هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، ما رو انداختن تو تضاد، من منم تو تویی. این پرده رو بردارن من و تو چه مفهومی پیدا میکنه؟ مثل همون آتش و گلستان برای حضرت ابراهیم. بله بله. حالا الان ما با معیار جهان دو قطبی میخوام راجع به جهان ان قطبی و جهان چی و چی اظهار نظر بکنیم. میتونیم این کارو بکنیم؟ کم میاریم دیگه. بنابراین این پیچیدگی‌های عجیب غریبی، یعنی طرح خلقت، نقشه خلقت بسیار عجیبه. و ما الان با فکر خودمون میگیم خیلی خوب رسیدیم اونجا، رحیم هم شدیم. حالا به چه درد میخوره؟ ما میگیم خداوند متعال. خداوند متعال یعنی چی؟ به تعالی رسیده. کی به تعالی رسوندش؟ من و شما، تجربه من و شما تو این جان، اون جان، این جان، اون جان، اون جان، اون جان، اون جان، اون جان، اون جان جمع شده تو صفر ثانیه. اون بالا شده خدای متعال. ولی ما زنجیر زمان و مکان به پامون بسته اینجا داریم میلیمتر میلیمتر میریم جلو تا تازه یه حلقه شو تکمیل کنیم. اینجا بلش کنیم. مطالب فکر نمی‌کنن در خوش به حالشون خوش به حالشون میگه خدایا فراموشی هم ده، لب بسته خاموشی هم ده، چه حاصل ز هوشیاری دل، چو مستی تو خاموشی هم ده، فراموشی هم ده. ببینید یه مسئله است، یا باید خودمون رو به فراموشی و خاموشی و خواب و اینا بزنیم، از این در بیم جوابش، از اون در بریم بیرون. ببینید الان شما میبینید که آگاهی و ناآگاهی ما، آگاهی که از زندگی قبلمون نوزاد بودیم آوردیم اینجا، اینجا داره برای ما کار میکنه. دو تا نوزاد مثل هم نیستن. برید ببینید بعد اینو براتون جا میفته. خب حالا آگاهی هم که از اینجا میخوام بریم زندگی بعدی نشون میده که زجر بکشیم یا نکشیم، برگردیم بیایم اینجا رو کله یکی هم برای خودمون ایجاد مشکل کنیم هم برای اون، یا نه، یا هزاران مورد دیگه. که لذا ما اگر این صحبت ها رو میکنیم برای اینه که بتوانیم از حالا به بعد بدونیم چیکار بکنیم. این صحبت ها فقط برای اینه، برای گیج کردن همدیگه نیست، برای خالی نبودن عریضه نیست، برای اینه که ازش میخوایم استفاده عملی داشته باشیم. این تئوریشه، اما عملیشه. مثلا تو دوره 7 یکی از تجارب ما تجربه درک مرگه. خب دوستان میان عقب با تو گزارشاتشون باید باشه درک مرگ، از چی درک کردن. پس ببینید اینجا ما پای ریزیایی میکنیم، یه حرفای میزنیم در تئوری، اما باید در عمل هم باش آشتی، به آشتی برسیم، به درکش برسیم، صحبت بکنیم. برای خالی نبودن عریضه نیست، درسته
که ضمن صحبت‌های متوجه میشیم که چرا طراحی مرگ شده، چرا اینقدر طراحی عجیب و حیرت انگیزی شده. خب خوبه، اما در واقع میخوایم پایه‌ریزی بکنیم برای یه سری مسائل دیگه. ما خیلی چیز هست که نمیدونیم، با اطلاعات موجود اینجا میخوایم راجع به یه چیزای اظهار نظر بکنیم که کافی نیست. بایستی بیایم تو ارتباطات و اتصالات و نمیدونم چی در یه جای ما رو قرار بدن. مثلا ایشون گفتن که من شدم یه توده آگاهی. توجه میکنین؟ این توده آگاهی میدونید که زندگی در لامکان و لازمان، مکان نیست، زمان نیست، ما یه توده آگاهی هستیم. همینه که ایشون تجربه کردن. دقت میکنید؟ مثلا در زندگی بعدی مکان نیست، جسمیتی ما احساس نمیکنیم. زمان داره میگه تیک 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 تیک، ما یه توده آگاهی هستیم. زندگی بعدیش دیگه اون تیک تیک هم نیست. یه زندگی بعدیش این توده، یک توده آگاهی هستیم. حالا ما اون که تجربه کردیم، اون وقت دیدمونم 360 درجه در 360 درجه. حالا نمیدونم اینو تجربه کردین، اینم تجربه کردین یا نه. یعنی یه مرحله بری جلوتر، دید 360 درجه در 360 درجه. تصورش میتونید بکنید؟ حالا یه چیز دیگه، چون مکان نیست، هم اینجا رو میشه 360 درجه در 360 درجه دید، هم اونجا رو، هم اونجا رو، هم اونجا رو، هم همه هستی رو. میتونین تصورشو بکنین؟ یعنی چشمی 360 درجه در 360 درجه، هم اینجا از اینجا همه رو ببینیم، هم از اونجا، هم از اون ور هستی، هم از اونجا، از همه جا. اینه، بله بله، همزمان. مثلا میگه خدا همه جا هست. میدونید یک مظهر کوچیک شما تو زندگی بعدی تجربه میکنیم با دید خاصی که داریم، با دید خاصی که پیدا میکنیم. اما الان مکان به پامون بسته شده، من با چشمام فقط این زاویه رو میتونم ببینم. دنیای من دنیای خیلی کوچیکیه. زندگی بعدی دنیای فراخ و گسترده است و اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اینجا مثل مهد کودک، اونجا مثل فرض کنیم مثل یه دانشگاه میمونه. اینقدر تفاوت دریافت ما خواهیم داشت، اینقدر این مسئله رو داره. خب حالا باید به این ادراکات نزدیک بشیم. وقتی نزدیک شدیم، یه دفعه میبینیم که ما با مرگ اصلا در آشتی هستیم. یه دفعه میبینیم که خیلی مسائل اتفاق افتاده و تازه جواب خیلی از چرا همون هم گرفت میگیریم. چند؟ بله. فقط انتظار داشتم ببینم چی پیش میاد. یه چند دقیقه گذشت، بعد نوری رو دیدم که تابیده شد به این نقطه سیاهی، خیلی تابیده شد، بعد این نقطه سیاه سفید شد و اون حلقه به تدریج سفید شد، نورانی شد و زمینی که سیاه بود برای من به شکل سبز و آبی، یعنی دریا و جنگل داشت. بله. حالا تمام اینا یه مظاهری از همون وحدت هست که به زبان‌های مختلفی ما رو نزدیک میکنه. حالا به هر حال بفرمایید. ببخشید استاد، در تولد انسان نیازمنده، راهی تا عادی به بی نیازی میرسه. بله، الان خدمتتون. آیا قدرت هست؟ اگر قدرت هست، چه نوع قدرت؟ بله، الان چشم. بله. ببینید، ما در تولد انسان اینجا اشاره کردیم، ما کامل نیازمندیم دیگه، درسته؟ به طور کامل نیازمندیم، به طوری که اگه به داد ما نرسن حیات ما به مشکل برمیخوره. خب اما یک بچه چند روزه که خب نیازش معلومه، میرسه یه چند ماهش که میشه، یه دفعه یه غلطی میزنه. این غلطی که میزنه یک مرحله به بی‌نیازی نزدیکتر شده یا نشده؟ درسته؟ یه چند ماه دیگه یه دفعه میبینی که به حالت چهار دست و پا در اومد. یه چند وقت دیگه یه دفعه میبینی که تونست رو دوتا پاش، یعنی تونست بشینه و بعد از اون رو دوتا پا بلند شد و
بعد و بعد بزرگتر میاد و حالا دستش به یه جایی نمیرسه، میگه اینو به من بدین، اونو به من بدین، یه جای خودش میره ور میداره، یه جام که دیگه ظاهراً یه استقلالی به دست آورده. پس قبول دارین که این یک مسیر از نیازمندی به سمت بی‌نیازی طی میکنه یا نه؟ درسته؟ حالا اوج این بی‌نیازی انسان در جسم چقدره؟ اوج این بی‌نیازی دیگه تا یه جاییه، یه شکوفایی داره. از این بی‌نیازتر امکان داره؟ باز خیلی بی‌نیاز میشیم، غذا میخوایم، مسکن میخوایم، پوشاک میخوایم، وسیله رفت و آمد میخوایم، درسته یا نه؟ یعنی درسته رو پای خودمون وایستادیم، اما هزاران نیاز داریم. حالا پرادشو بذاریم کنار، لااقل بقیه پرادشو میخوایم. درسته؟ خب پس ما نهایتاً تا یه جایی میتونیم بیایم بی نیازی رو بچشیم، نه نگرش داریم و بچشیمش. حالا ممکنه یه عده‌ای بیان یه سری کارا و برنامه‌هایی یک مقدار از این خط بی‌نیازی افراد معمولی مقدار بیان بالاترم بیان. مثلا یه مرتاضی شبانه روز مثلا با یه بادوم زندگی بکنه، نمیدونم کلش رو بکنه تو خاک یک چند دقیقه نفس نکشه، درسته؟ حالا یه همچی چیزی. اما باز هم بالاخره همون یه دونه بادوم هم نیازمندیشه. حالا ممکنه البته این نیاز رو مهار بکنه، یه نیاز دیگه سر را سبزشه. حالا نیاز پیدا بکنه که بیا بگه مردم ببینید من در شبانه روز با یه بادوم زندگی میکنم، نگاه کنین، یا نگاه کنین من کلم میکنم تو خاک چند دقیقه نفس نمیکشم. یعنی یه چیز رو بی نیازی به دست آورده، از اون یه نیاز روانی و ذهنی و اینها براش ایجاد شده، حالا باید هیچ شو اجرا بکنه، قبوله؟ اما همون یه دونه بادوم هم نشسته تو مدیتیشن، بعد دفعه میگه که الان وقت این یه دونه بادوم است، بالاخره 24 ساعت میگذره و بعد باز نشسته تو مدیتیشنش، بعد میگه که راستی بادوم امروزمونو از کجا تهیه بکنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. یعنی بازم ما حالا برای خب پیزا و دونالد و نمیدونم یه حرفا میگیم چه خاکی به سرمون امروز بریزیم، اون برای یه دونه بادومه، دوتامون خاک به سر هستیم، درسته یا نه؟ یعنی اونم باید پاشه مدیتیشن رو قطع کنه، بره یه جایی بگه بابا یه سی تا دونه بادوم به من بده، من یک ماه خیالم راحت باشه، این یک ماه هم بعد هم سر وقت که میشه لحواش لای چشش باید باز بشه، بعد ببینید که بله الان موقع یه دونه بادوم هست. بعد حالا اگر که موش خورده باشه که همونجا دو دستی میزن سر خودش، بدبخ شدم بیچاره شدم. خب مدیتیشن بی مدیتیشن، درسته یا نه؟ پس انسان دیگه خیلی زور بزنه بی نیازی رو تجربه بکنه تا کجا میتونه بیاد؟ از اینجا به بعد دیگه راهی نداره. همون مرتاضی یه دونه لنگ پیچیده دور خودش، اون یه دونه لنگ نیازشه. حالا عرض نمیدونم همه چی کجا جواز زده و بران زده رسوندش به یه دونه لنگ، ولی همون یه دونه لنگ هم خب نیازشه، یعنی باید اون یه دونه لنگه باشه که بتونه این ور اونوری بره حسابشه. خب پس همین جا اگر قرار باشه زندگی جاوید بشه، بگن آقا ما اصلا مرگ رو برداشتیم، اگر قرار باشه زندگی جاویدان و ابدی بشه، اتفاقی که میفته چیه؟ زندگی ابدی مساوی هست با نیازمندی ابدی. زندگی جاویدان یعنی نیازمندی جاویدان. 50 سال عمر یعنی 50 سال دنبال گوشت و مرغ و تخم مرغ، 100 سال عمر
یعنی 100 سال دنبال گوشت و مرغ و تخم مرغ و نمیدونم لباس و مسکن و پوشاک و چیزا، 200 سال عمر یعنی 200 سال دنبال. اگه کسی بگه من 200 سالمه، ما فورا میفهمیم که این بدبخت 200 سال دنبال گوشت و مرغ و تخم مرغ و مسکن و پوشاک و این حرفا دویده. حالا اگه بشه 1000 سال چی؟ چیزی فرق نگره. خب ثابته این ماجرا، ثابته. و عمر جاویدان یعنی نیازمندی جاویدان و ابدی. خب نیازمندی جاویدان یعنی چی؟ یعنی انقطاع کمال. ما نیازمندیم، او بی نیازه. یعنی ما اینجا گیر کردیم، اونم که اونجاست. یعنی هیچی به هیچی. درسته یا نه؟ درسته؟ ما تا زمانی که نیازمندیم نمیتونیم که با اون سنخیتی نداریم. او بی نیازه، ما با نیازیم. او به گوشت و مرغ تخم مرغ نیاز نداره، ما نیاز داریم. چه سنخیتی با هم داریم؟ درسته؟ قرار باشه سنخیت پیدا کنیم چه باید بشه؟ او که مثل ما نمیتونه بشه بیاد اون، حالا بیا اون بیاد بگه باشه من میام میام به سمت گوشت و مرغ و تخم مرغ. ما باید به سمت بی نیازی بریم و از گوشت و مرغ و تخم مرغ فارغ بشیم. درست شد؟ و انا لله و انا الیه راجعون. الیه راجعون یعنی یک معنیش، ها معنی زیاد داره. یک معنیش اینجا یعنی حرکت به سمت بی نیازی. حالا بی نیازی از این بر چیزی نمیخوای، همون چیزی نمیخوای قدرت داری. همین الانش هم ما اگر چیزی نخواهیم قدرت داریم. خب سرمونو میگیریم بالا، راحتیم. خب یه قدرت چیزه، خواسته. اون اگه یه چیزی میخواد بیچاره است، بدبخت خواستنشه. اینو میخواد میدوه اینو به دست میاره، اونو میخواد اونو میده میدوه به دست میاره مینه، حالا اینو میخواد. همینجوری باید بدوه 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 بدوه. درست شد یا نه؟ و بی نیازی خودش یه جور قدرت، منتها قدرت معنوی است. قدرتی نیست که نشون بدی بگی ببینید من چه قدرتی دارم اینهاش و بتونید باش کار منفی انجام. یه قدرت معنوی است. کسی بی نیازتره قدرت معنویش بیشتره، ضعفش کمتره. کسی که نیازش بیشتره ضعفش هم چیه؟ بیشتره. شما حسابشو بکنید، مثلا یک کسی سیگار میکشه یک کسی نمیکشه. خب اینا رو اینا دو تاشون توی یک سلول انداختن. خب توی یک سلول انداختن. اونی که سیگاری نیست نشسته راحت کنار تا. اونی که سیگاری الان در اختیارش نیست، پا باید پا بشه اونجا هی بره اینور هی بره اونجا بزنیم زندانبان زندانبان. خب چه یعنی این نیاز براش نقطه ضعف ایجاد کرده. اونی که بی‌نیازه ایجاد قدرت کرده، منتها این قدرت معنوی، قدرت چیزی نیست که اونو الان این بی‌نیازی به اون آرامش داده. چیزی نیست که بیاد به رخ بکشه بگه ایها الناس ببینید من چه قدرتی دارم. چیزی نیست به رخ بکشه یا باش مانور به خاصی بیاد. خب پس این طراح با طراحی حیرت انگیزش فهمیده که اگر قرار باشه که چیزی نیاد نزنی نیازمندی رو در و داغون بکنه و خاتمه بده بهش، ما تا ابد اینجا میمونیم، او هم تا ابد حالا اونجاست. مجازی یعنی میگیم اونجا اینجا اونجا که نداریم، درون و بیرون هم نداریم. بعدا این صحبت ها رو با هم باز میکنیم، ولی متوجه شده که ما تا ابد نیازمند اینجا و او تا ابد بی نیاز اونجا. پس چه الهی راجعونی؟ چه آشی؟ چه کشکی؟ ما نیازمندیم پایینیم، اون هم بی نیاز اون بالاست. ما عمر زیاد استاد اینجا یه امتیاز به حساب میاد. بله یه امتیاز به دست میاد. پیر بله پیر بشی، پیر خرابات بشی. پیر پیر عقل باشد ای پسر، نه سپیدی موی اندر ریش و سر. من بچه بودم توی این مراسم خلاصه عقد و غیره بود، نمیدونم یاد دعا میکردن بزرگا میگفتن الهی پیر بشی.
من خودم یه همسایه داشتم، یه پیرزنی بود، من کمکش میکردم. من شاید 5-6 سال، 6 سال، 7 سال هم بود، همیشه پیش این بودم، هی میگو خدا پیرت کنه. ما بعدها فهمید که این مسئله پیری هم، خب پیرها هم جلو چشمون بودن، هی میگفتیم که این چرا میگه خدا پیرت کنه. و بعدها فهمیدیم که مسئله پیری که قدیمی ها میگفتن پیر، پیر در مغانه، نه این پیر چیز. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که عمر طولانی هم حسن داره هم عیب داره. حسنش اینه که فرصت داری که اگه پیدا نکردی پیدا کن. عیب داره، میگه و من نعمره ننکسرو فلخل، اگه درست گفته باشم، هر کسی رو عمر طولانی دادیم میشکنیمش در انظار خلق. میبینه که طرف رشید برام داد، بعد از این سمینه بالاتر میشه 4 تا استخون رو در واقع میشکننش در انظار خلق، میشکننش، هشدار داده. حالا چرا چگونه این بحث رو تمام بکنیم، نریم توی حاشیه‌ای، ولی به هر حال هم امتیازی داره هم عیبی داره. منتها بهتره تا فرصت هست این قضایا رو سر و سامان بدیم. خب لذا طراح با قدرت طراحی فوق‌العاده‌اش در این مورد اومده دیده که باید یک عاملی باشه که بتونه در هر مرحله بیاد بزنه، چیکار بکنه؟ به نیازمندی خاتمه بده. اگه خاتمه نده ما تو ابدالدر اینجا این نتایج رو گرفتیم اما خلاص نمیتونیم ازش بشیم. یه نتایج گرفتیم اما گوشت و مرغ اینا ما رو ول نمیکنه، حساب پوسته است. میگه با پوسته رو ول کن، من ولش کردم، اون منو ول نمیکنه. اینه که ما حالا اومدیم درس ها رو گرفتیم میخوایم ولش کنیم، این ما رو ول نمیکنه. لذا باید مداخله کنیم، بیاد و بگه تمام، به این نیازمندی خاتمه بده. درست شد؟ این موضوع به چند دلیل طراحی شده مرگ. این یه موضوع. یه دلیل دیگه اینه که ما یه جایی زبون خب همیشه این موجوده که اینجا این سیکل رو طی میکنه، آدم که اینجا در مقطع انسان هست، اسمش انسانه، زبون درازی داره و هیچ وقت کم نمیاره. تا دلتون بخواد در هر مرحله ای از اون شگردای محاکمه بالا استفاده میکنه. تا حالا تا یه روز رسما یوم المجادله مجادله بکنه و بالا رو متهم به بی‌عدالتی بکنه و خلاصه به محاکمه بکشه، ولی در هر مرحله زبون درازی داره. توی این مرحله میگه که خدایا خب تو خودت این عامل جسم رو برای من قرار دادی، مرکبه، این مرکبه، من سوار این مرکبم. میگه تو خودت این عامل نیازمندی رو برای من قرار دادی، من جز اینکه بهش سرویس دادم اگه کار دیگه کردم، ببرش بیارش، غذا بهش بده، پوشاک تهیه کن، نمیدونم، همین. ما عاملی بودیم در خدمت سرویس دادن به جسم. خودت عامل نیازمندی برای من گذاشتی، بعدم چه انتظاری داری؟ من اگر این عامل نیازمندی رو نداشتم حتما میتونستم کمال رو پیدا بکنم. وارد یا وارد نیست؟ میتونیم این سوال رو بکنیم یا نمیتونیم؟ میتونیم بگیم بله خدایا، ما اگر شکم نداشتیم لازم نبود دنبال نون و اینا بدویم، خب حتما فرصت پیدا میکردیم، کمال رو تا حالا یافته بودیم. اعتراضمونم باور کنید وارده. میگه خیلی خوب، من این جسم رو از شما میگیرم، بیاید مرحله بعدی، حالا با هم مورد بررسی قرار میدیم، بیا مرحله بعدی. مرحله بعدی مکان نداری، نه شکم داری، نه لباس میخوای، نه پرادو میخوای، نه اینو میخوای، نه خونه میخوای، هیچ کدومو نمیخوای، نه قضا میخوای دیگه طبیعتا، هیچ کدوم اینا رو نداری. بیا مرحله بعد ببینم چیکار میکنی. حالا مرحله بعدم با هم میبینیم، ببینیم که
خب ببینیم که مرحله بعد که ما دیگه شکم نداریم، نیاز به مکان نداریم، مکان میریم تو لامکانی، ببینیم چه دستگلی به آب میدیم، با هم نگاه میکنیم. خب اینو اینجا بذاریم. یه موضوع دیگه، حالا چرا مرگ اختیاری نیست؟ چرا نیومدن اختیارش کنن؟ آها، فرض کنید که بله، فرض کنید که دموکراتیک بود و میگفتن که آقا هر کس خودش داوطلب شد دیگه از گوشت و مرغ و تخم مرغ خسته شد بیاد دستشو بلند کنه ما ببریمش مرحله بعدی. ببینید 7 میلیاردیم. حالا ببینید، حالا اکثریت رو در نظر بگیریم، بذار آماری موضوع رو بررسی بکنیم. حالا یه نفرم رفت، 10 نفرم رفت، بقیه هم جور بر واسدن دارن دنیا رو نگاه میکنن، موضوع حل میشه که بعد اون بعدی ها میان رفتن 10 نفر و 100 نفر و 1000 نفر مشکل رو حل نمیکنه که. خب یکی میگه حالا من میدونی چیه، این خونم نیمه کار است، یکی میگه من نوهمو میخوام، یکی میگه دخترمو بدم برن داخونه بقیه، یکی میگه حالا من جایزه میخوام تهیه کنم، یکی میگه پسرمو بده، یکی نوهمو ببینم نبیرمو ببینم، یکی حالا هنوز من نمیدونم تازه غذاهای فرنگی رو پیدا کردم. تا حالا گوشت و مرغ و تخم مرغ بوده، حالا دیگه دونالد و نمیدونم چی و فست فود و اینا هم بزنیم، ما اینا هم تجربه بکنیم بعدن، حالا چه عجله ایه. خب خلاصه کلام، کاری نداریم حالا تک توکی به قوله فرمایش این هاش خانممون دستشون رو بلند کنم بگن ما حاضریم، که اونم بعیده اگه دل بخواب باشه. آخه میدونی چیه الان میگیم ما، چون میدونیم خب میبرنمون، نوبت چو به دور تو رسد آه مکش، جا میست که جمله را چشانند به زور. حالا الان میدونیم اینطوری، اما اگه بدونیم اختیاری میگیم که من چرا برم، بذار الان از این چرا من برم، اما الان یه جورای متقاعدی میگیم خب بابا عیب نداره، بالاخره نوبتی هم میشه، بذار حالا من جلو برم. اما وقتی که اختیاره شد هر کسی اون یکی رو نشون میده. خب اما میگه که دست بالشون میگن حالا تو برو، من بلنگ دستم بنده. خب کار انجام نمیشه. پس علل حساب تا مرحله بعد رو با هم بیاریم صحبت بکنیم. پس اولا که قبول میکنید اگر این لطف الهی شامل حال ما نمیشد ما تا ابد و در اینجا گیر بودیم؟ خب تا ابد و در اینجا گرفتار بودیم، یعنی هیچ راه خلاصی نداشتیم. خب آیا رحمت هست یا نیست؟ خب این رحمت خاص به طور خاص گریبان تک تکمون رو میگیره و ما رو نجات میده از این مخمسه. اینجا که گیر کردیم مخمسه است، اما چون خبر نداریم بعدش چه خبره، همه با اکراه میریم، چون نمیدونیم در واقع داریم میریم از موردگهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی، نمیدونیم کی؟ همه مسافر راهیم و ای عجب با آن مسافری که زود به مقصد رسیده. ببینید حالا اگر که زمان داشت، ببینید حالا بیم یه چیز دیگه، اگر لیمیت معلومی داشت، حد مشخصی داشت، خب حد مشخصی داشت چی میشد؟ ببینید الان میدونید مثل چی میمونه؟ امتحان کویز میدونید چطوریه؟ امتحان کویز فرض کنید توی کلاسی معلم داره درس میده و اینا، یه دفعه در وا میشه، چند تا ممتحن با سوالا امتحان میان تو، سوالا رو پخش میکنن، فاصله بگیرید، چیکار کنید؟ بیشتر کنید، همین الان امتحانه. درسته؟ کی برنده است؟ کی بازنده است؟ اونی که آماده است. آماده است. این برنده است. اونه که آماده نیست گفته حالا میخونیم شب امتحان بده، الان گیر افتاده. اونه که امروز غایب شده
خب اونی که غایب شده بازنده است، اونی که غایب شده بازنده است، مگه عذر موجه داشت میشه صفر میگیره. لذا حالا این فرصت ها اونم جواب داره زندگی های موازیمون. شما یه نفر نیستی، نوزاده یه نفری، نوزاد یه جا نوزادی مرده، یه جا 150 سال عمر کرده. بذارید اینا رو قاطی نکنیم، اجازه بدین، خواهش میکنم قاطی نکنیم، عدالت رو بذاریدش کنار. حالا موضوع عدالت رو قرار بعدها راجبش کار کنیم دیگه. فعلا شما دارید رو پایان نامتون عکس خودتون رو نگاه میکنید. چند نفرین؟ چند نفر؟ حدوداً چند نفرین؟ 7 نفر، 8 نفر. شما چند نفرین؟ 500 تا 1000 تا. خب 500 تا 1000 تا. شما یه نفر نیستید اینجا نشستین. و حالا ولش کنین. خواهش میکنم ولش کنین. بذارید بعداً عدالت رو جدا باید بازش کنین. خب بنابراین شما ذهنتون رو فعلا از عدالت بذاریدش کنار، فرض کنید، فرض کنید عدالت برقراره. درست شد یا نه؟ لذا کویزه، کسی نمیدونه چقدر زنده است. من بگم حالا وقت داریم، ببینید من 10 سال دیگه زنده ام، 9 سالشو یللی تللی، یه سال آخرشو میچسمیم به کار. نمیدونیم که ما فردا رو به چشممون میبینیم یا نمیبینیم. پس مرگ امتحان کویزه، مثل امتحان کویزه، معلوم نیست. هر آن ممکنه طبق قانونمندی، قانون تولد و مرگ، اسرائیل قانونه، اسرائیل همون قانون تولد و مرگه، قانونمنده. ما میتونیم عمرمون رو طولانی تر کنیم، میتونیم کوتاه‌ترش کنیم. خب پیمانه مشخصی برای ما در نظر نگرفتن ها. رو زمین پیمانه ما معلوم شده، ژن و و و و مسائل خودم، اینا باعث شده پیمانه من تعریف داره میشه. من میتونم هرس بخورم 10 سال از عمرم، میتونم هرس بخورم، خودخوری کنم، نمیدونم چیکار کنم، چیکار کنم، دو روزه بگم آقای قلبم بیفتم. یکی ممکنه که هرس نخوره، قشنگ کاملا 20 سال به عمرش اضافه بکنه. به عنوان مثال این عدالته، اگر غیر از این بود عدالت نبود. حالا خب مجبوریم بریم. ببخشید چرا مرگ ترویج شده است؟ اینو در یه جمله برای من جواب بدید. چشم، یه افطاری مختصر بریم برگردیم. یک بار مختصرشو من خدمتتون جمع‌بندی میکنم. سلام. سلام. بریم. بعد از صبح داره برای من و خانواده میواره حساب کتاب داره. احتیاج به کمک. زنده. چشم. لوح محفوظ اطلاعات دستتون درد نکنه، خیلی سپاس. این حلقه یه لوح محفوظ داره. بله، و حلقه دیگه، یکی دیگه و حلقه دیگه. هم پنجشنبه بله. خب آیا این برای این حلقه یه لوح محفوظ داره و یک حلقه دیگه، اونم برای خودش، اونم برای خودش. این جریان ادامه داره یا اینکه تموم شده؟ ببینید چیزی پایان پذیر نیست، چیزی ابتدا نداره، انتها نداره، ازلی است، ابدی است، چون در یه جای زمان مفهوم نداره، اول و آخر معنی نمیده، تقدم و تأخر معنی نمیده. انجام اینجا ما زمان داریم، میگیم کی زودتر کی دیرتر. یه جای میری دیگه اصلا تقدم و تأخر و این حلقه اون حلقه مفهومی نداره. آره بله بله بله. خداوند در حال تعالی خودش هست. من پنجشنبه تو تشش دفاعی عصبی دارم، ها اصلا گرفتم، میترسم هم بیام کلاس بعدی، نمیدونم چیکار کنم. به خاطر تو ماجرای تششو دفاعی. بله، پنجشنبه که اینجا بودم خانم. خب باید بیاید اونارم ببینید که مشکلاتشون دیگه، ببینید دیگه خودتون میدونید، ولی میاد ببینید که مشکلاتشون حل شد و مشکلاتشون حل شد و چی بود و چی نبود و نه دلیلی هم نداره. تو 100 نفر یه نفر دو نفر اینجوری میشن، اینجوری سالات
خیلی بودم خودم گرفت تو خانواده سوزتر از با خودتونه گرفتن اصلا من حسده ندارم به هر حال ما به کسی نمیتونیم اصرار کنیم بگیم بیاد بگیم نیاد خودتون میدونیم ببینید انسان میتونه رو چشو بگیره بره بگه من ندیدم خب چیزی هم نشه میتونم بیاد ببینه ببینید چیه ماجرا چیه دو تا را یا باید بریم شطور دیدی نیدی یا باید بگیم شطور دیدیم از باید باشم وایسی ممکنه شما هم اونجوری بشین ممکنه واسه نشین خیلی ممنون اون مسئله گاز انشعاب گاز داره اونجا یه دومه سه چهارم باید آره سه چهارم روی از مستوره من مشغولم من مشغولم راجب حرکت جوهری دستتون واقعا درد نکنه خیلی خیلی ممنون سپاسگزار خیلی ممنون سپاسگزار به نیازمندی ها خاتمه بده عمر جاویدان زندگی جاویدان یعنی نیازمندی ابدی اینم مخالف الهی راجعونه اینم مخالف کماله پس میبایستی یه عاملی طراحی میکردن که اون میومد به نیازمندی ما خاتمه میداد تا ما یه پله بریم بالاتر پله بالاتری که میریم یعنی زندگی بعدی ما بی نیازتریم از جمله اینه که مکان نداریم دیگه چون مکان نیست لباس نمیخوایم پوشاک نمیخوایم میگم ماشین وسیله نقلیه خونه و مثلا غذا خوردن همه این چیزایی که وابسته به مکانه دیگه در اونجا موجود نیست و ما دستمون خیلی بازتر و یک قدم رفتیم به سمت بی‌نیازی دلیل دیگه اینه که اینجا به هر حال مرگ رو مثلا تعریف کردن برای ما اینه که پاسخی به ما بدن در جواب به اینه که ما میگیم که در اعتراض به عالم بالا میگیم که شما این عالم این عامل نیازمندی رو برای ما گذاشتین ما هم در خدمت این نیازمندی بودیم خب دیگه چی میگین؟ ما صبح رفتیم، زور اومدیم، زور رفتیم، شب اومدیم همش در خدمت این عاملی بودیم که شما خودتون به ما دادید لذا ما رفتیم دنبال نون، تخم‌مرغ، دون و آخرش هم چیزی پیدا نکردیم اگر من این عامل رو نداشتم مجبور نبودم بدوم برای شکمم حتما کمال رو پیدا میکردم اعتراضم هم وارد بود خب جوابی هم وقت نداشتم بدن اما الان میگن خیلی خوب قبول کردیم ما این عامل نیازمندی رو ازت میگیریم مگه نمیگی که بله این شکم رو نمیدونم به هر حال این هیکل رعنا مثلا فرض کنیم عامل بود ما ازت میگیریم بیا زندگی بعدی دیگه لازم نیست دنبال شکم بدوی دیگه لازم نیست مسکن و پوشاک و سرما و گرما وای سردم شد و گرمم شد دیگه اینو نمیخوای بیا زندگی بعدی ببینیم چه گلی به سر خودت میزنی چه دست گلی دیگه حالا به آب میدی حالا نگاه کنیم خب ببینیم که بعد از اینه که این عاملو از ما گرفتن اگر ما آگاهی نداشته باشیم دست گلای جدیدی که آب میدیم چیه و از این موقعیت استثنایی دوباره بازم استفاده نکردیم خب میایم اینجا خب الان از اینجا به زندگی بعدی میایم در هر زندگی ما تحت تأثیر ما در هر زندگی تحت تأثیر دو تا نیرو قرار میگیریم مثلا همین الان که اینجا هستیم تحت تأثیر دو تا نیرو قرار داریم
این دوتا نیرو جان عیب نداره. اینه که من چیز کردم جا به جا شد، از پایین میگم که از پایین شما اضافه بکنید که اشتباه نشید. الان ما تحت تأثیر دوتا نیرو قرار داریم. یک نیرو، نیروی که اینها نیروی به سمت بالا در همه مقاطع زندگی، نیروی روح فردی مونه. روح فردی ما روح حادیه، کارش هدایت ما به سمت بالاست، مقصد به سمت بالا. در هر مرحله از زندگی یک نقشی رو بازی میکنه و اینه که میگه و یسلو اونه که انه روح قل روحو من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلن. از روح سوال میکنن بگو علمش به ما داده نشده بو و الاخر. اینه که ما در زندگی بعدی میگیم به اصطلاح روح، ماجرای روح اصلا چیز دیگریه. الان نقش روح هدایت ما به سمت بالاست. همین الان هم داره این کار رو انجام میده. روح یک نرم افزاری رو در ما فعال کرده از روز اول. این نرم افزار به تعالی ما کمک میکنه. کاری که این نرم افزار کرده اینه همه ما احساس گمشدگی و گم کردن یه چیزی رو داریم. همه ما احساس میکنیم یه چیزی رو گم کردیم. از روز اول این احساس رو داشتیم، الان هم داریم. در بعضی ها خیلی قوی تره، در بعضی ها ضعیف تره. خب از ابتدا ما فکر کردیم که مثلا این گمشده ما اگر بعضاً به پول برسیم گمشده خودمون رو پیدا کردیم. فکر کردیم اگر درس بخونیم این گمشده رو به دست آوردیم. یکی فکر کرده اگه به قدرت برسه همینطور. یک کسی فکر کرده اگه ازدواج کنه این گمشده پیدا شده. یکی فکر میکنه که اگه صاحب بچه بشه این گمشده پیدا میشه. خلاصه هی ما میایم اینو امتحان میکنیم، دست اون که میرسه میبینیم پوچه. اونو امتحان میکنیم، دست اون میرسه میبینیم پوچ شد. هر چیزی رو که انسان دستش بهش میرسه پوچ میشه. اینطور هست یا نیست؟ خب یعنی هر چیزی که دستمون به طور فیزیکال و حالا به هر حال به یه شکلی میریم بهش میرسیم، بعدش میبینیم که اینم نبود. خب حالا اگر این نرم افزار در ما قرار نداشت چی میشد؟ از اولین چیزی که دستمون بهش میرسید ارضا شده بودیم دیگه، تمام نشسته بودیم سر جامون ارضا شده بودیم. اما این نرم افزار نمیذاره ما ارضا بشیم. خب تنها چیزی که دستمون برسه یعنی دنبال کنیم این احساس پوچی رو برای ما نداره، بحث کماله. اینقدر این ماجرا رو ما تکرار میکنیم تا یک روزه بدونیم فقط یک چیزه که به درد ما میخوره، فقط یک چیزه که احساس پوچی نداره، اونم کماله. خب حالا شما افرادی رو میبینین که اینا از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه میپرن. چند نفر خودشون اینجوری هن؟ حالا ببینید ماجرا از چه قراریه. اونو که از بیرون افراد عادی به اینها نگاه میکنن، به این افراد نگاه میکنن، میگن که اینا پشتکار ندارن. خب میگن اینا پشتکار ندارن، یه کاری رو یه روز میان بعد ولش میکنن. نمیدونن ماجرا از چه قراریه. ماجرا از این قراره که این نرم افزار در این عده قوی تره، قویه. یک روز میرن سر یه کاری، زود میفهمن این کار به دردشون نمیخوره، میرن سراغ یه کار دیگه، ولی کشف نمیکنن که ماجرا از چه قراری ها. از این کار، از این شاخه به اون شاخه، از این کار به اون کار، از این کار به اون کار. خودشون هم نمیدونن چرا انقدر ناآرام هستن. نگو این نیروی روح در اینجا این نرم افزار قوی داره عمل میکنه. حالا یه نفر دیگه میبینید که 50 ساله خب یک کار مشخصی رو صبح میره میشینه اونجا زود میاد، بعد همه میگن که این آدم پشتکارداریه.
قانع پشت آخه بحث اینجا زودتر از همه پشت کار به میون میاد. خب حالا حالا ما چیز نکنیم که سوء تفاهم نشه. خب این نرم افزار تو این افراد ضعیفه. حالا یک مدیر باید بدونه افرادو که میبینه، یک مدیر که با پرسنلی داره باید بدونه چه کسی رو سر چه کاری بذاره. خب یه کاری که کار ثابت زمان طولانی میخواد باید یه نفر رو از اینجا انتخاب کنه، یه کاری که تدارکات برو بیاست از اینجا به اونجاست از اینجا به اونجا اینجا کارها رو بتونه یه نفر که به اصطلاح اهل این شاخه به اون شاخه هست، خب اونو باید پیدا بکنه و سر این کارا بذاره. دو دستن معمولا نیروکار، یه سری ایستا هستن، حالا تقسیم بندی که ما میکنیم ایستا هستن، یه عده پویا هستن. اگر اینو بذاره سر جای این نمیتونه، دو روزه کارا خراب میشه. یا اینو بذاره جای به اصطلاح اونو که باید بره تدارکات کنه دوباره کار خراب میشه. این مطلب هست. خب نقش روح اینجا اینه که ما رو به این شکل به بالا هدایت کنه، یه عاملی ما رو به سمت پایین میکشونه. عاملی که ما رو به سمت پایین میکشونه عاملیست، عامل خودشیفتگیست، عاملیست که روز اول گفتن که اسجد آدم فسجد او، اشاره داشتیم به زنگ قبلی، اشاره داشتیم گفتیم که به ما سجده کردن، سمبولیک البته اینا، ما عاشق خودمون شدیم. الان هممون ناخودآگاه جمعی یاد اون روزیم. عجب روز قشنگی بود، سجدمون کردن زمین و زمان، خود خداوند گفت فتبارک الله احسن الخالقین. به و اون چه روز قشنگی بود، چه جای قشنگی بود. ما هنوز هممون ناخودآگاه یاد اون روز اولیم که زمین و زمان دست به پشت ما بزن و به 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 بارک الله. هممون تشنه تعریف و تمجید و ستایش و اینجور چیزها هستیم و انرژی نوع دوم، انرژی ناشی از تعریف و تمجید و ستایش و اینها، روز اوله که ما اومدیم به اصطلاح شروع کردیم و اونها اسجد آدم کردن، ما که به این انرژی نیاز نداشتیم، که ما اون با اون انرژی زنده بودیم، انرژی توجه عالم هستی به ما، یعنی میدونستیم که همه چی به خاطر ما آفریده شده. همین خودش یعنی چی بود؟ انرژی. بعد ما مردیم زنده شدیم. اینجا اون اثر در ما از آشکار بودنش به پنهانی رفته. ما فقط یه چیزی تو ذهنمون هست، میدونیم که یه روز خوبی رو پشت سر گذاشتیم و ما یک انرژی بود میگرفتیم. الان هم از ما تعریف بشه ما اون انرژی رو میگیریم و ناخودآگاه تمایل داریم به این مسئله. اما این مسئله ما رو چیکار میکنه؟ میکشونه پایین، برمون میگردونه عقب. ما مردیم زنده شدیم، اینجا بی‌نیاز شدیم، بی‌نیازتر شدیم از تعریف و تمجید و ستایش، بی‌نیاز شدیم اینجا. اونجا نیاز داشتیم، زندگی قبلی نیاز داشتیم ستاره ها به ما توجه کنن، فلک به ما توجه بکنه تا ما انرژی بگیریم. یعنی میدونستیم دارن به ما توجه میکنن، میدونستیم که همه چی به خاطر ما آفریده شده، این به ما انرژی میداد. ما مردیم زنده شدیم، اینجا دیگه نیاز نداریم، اینجا دیگه نیازی به تعریف و تمجید و ستایش و دست به پشتمون بزنن و اینا نداریم. به انرژی نوع دوم که حالا تو دوره چهار میگیم انرژی نوع دوم و بحث‌های مسائلی که داره با هم صحبت میکنیم، دیگه نیاز نداریم و یه جایی باید قطع بشه. توی چند دوره بعدمون اینا باید قطع بشه، یعنی ما نیاز بی نیاز. خب این توی این دوره به این صورت. توی زندگی بعدی چی؟ زندگی بعدی ما میمیریم اونجا به زندگی ادامه میدیم. چیزی که از اینجا باقی میمونه به اونجا ادامه میده اون کالبد
ذهنی ماست، نه روح. روح یه مأموریت دیگه ای داره اصلا. روح هادیشه، هدایتش میخواد بکنه. اون چی که باقی میمونه ذهن ماست که باقی میمونه. اون چی که احضارش میکنیم ذهن ماست که احضار میشه، نه روح. روح رو کسی نمیدونه چیه و چه مأموریت هایی داره و در هر جایی چه کاری داره میکنه، ولی کلا میدونیم روح هادیست، هدایت کننده به سمت بالا 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 بالا، و عوامل دیگه ای ما رو به سمت پایین پایین داریم دیگه. چرا؟ اینجا این مأموریت رو بازی میکنه، اینجا یه مأموریت دیگه، در اونجا یه مأموریت دیگه، در همه جا. چون یه عواملی داریم در قبال مخالف جهت کمال، این روح هست که این نیروها رو بتونه خونسا کنه، ما رو به سمت بالا بکشه، اگه زورش برسه البته. مثلا الان اینجا زورش نمیرسه، یعنی تو افراد معمولی زورش نمیرسه، افراد معمولی در به در دنبال تعریف و تمجید و ستایش و اینا کمال، یعنی در خودشیفتگی باقی میمونند، در فازیه که عشق، عشق به خوده باقی میمونند، رشد نمی کنند. دقت فرمودین؟ 100 سالشه، 90 سالشه، 80 سالشه، از این حالت جدا نشده، هنوز محتاج توجهه. میگی خب ما در چه خبر؟ مثلا تو خانه سالمندان میگن که بله نیومدن، ندیدنمون، عروسم نیومد، پسرم نیومد، دومادم نیومد. نیازمنده، محتاج توجهه. کاری نداریم، فرزندان باید توجه کنن اون جای خودش، اما اون هم رشد نکرده. خب حالا اینا رو بعدن صحبت داریم راجبش. برای همه مأموریت های مشابه اجرا میکنه. الان برای من ببینید، برای من همون کار رو میکنه که برای شما میکنه، منتهای مراتب الان به نوعیه که این با چیزی رو که رو من داره انجام میده قویه یا ضعیفه، رویشون قویه یا نمیدونم یه چیز دیگه هست. ببینید، بله بله، روح عادی شماست، روح عادیشونه، ولی شرع وظایفشون یکسانه. مثلا الان توی این مرحله همشون یک کار میکنن، روی من همون اثر رو ایجاد میکنن که روی شما. من احساس میکنم یه چیزی گم شده، سراسیمم، کلافم، هی از این ور به اون ور میکنم، شما هم همین احساس رو میکنید. ضعف و قدرت زندگی قبلمون که اومدیم اینجا نوزاد، اینجا متولد شده، در یک نوزاد این نرم افزار ضعیفه، در یکی قویه. خب زندگی قبلی محصلش که الان چی؟ صفر اینجا صفر نیست آخه، ما چندین مرحله قبل از اینجا داریم، اینجا صفر نیست جان، همش اختیاره، همش اصلا. اجازه بدین اصلا یه جایی در دورای بالا 6 و 7 اینا به نظر میسیم جبر مجهول نیست، اصلا جبر مجهول نداریم. الان تعریف میکنیم میگیم جبر مجهول، ولی یه جای اصلا میگیم جبر مجهول نیست. و ماحصل یه زندگی قبلیمون مثلا یکیش این شده که این نرم افزار روح اینجا در من قویه، قوی داره عمل میکنه، من احساس میکنم یه چیزی گم شده، اصلا یه روز نمیتونم سر یه کاری بشونم، هی میرم دنبال اون یکی، نه یکی ضعیفه. خب اینا فرقاشه. اما از بحث برای اینکه دور نشیم، کار روح به عنوان هادی در هممون یکسانه، یک کار رو انجام میده، در شما ایجاد گمشدگی میکنه، در من هم ایجاد گمشدگی میکنه. اما مثلا اگر در شما قوی تره برمیگرده به بک‌گراند شما، کما اینکه الان که بیام اینجا رو بررسی کنیم متوجه میشین که برمیگرده به بک‌گراند اینجا، کاری که اینجا میکنیم اونجا معلوم میکنه که شما دوره چند راجع به بک‌گراند صحبت میکنید؟ 6 6 و 7 مثلا چند دوره قبلی بوده یا نه؟ ببینید یه مسئله هست که میتونیم یه چیزایی بدونیم کلی تو آگاهی، کما اینکه اصلا ما که اطلاع نداشتیم که همچین چیزایی هست،
اصلا به فکرمون هم نمیرسید. شما هم یا همه توی ارتباطات و توی ارتباط به هر حال توی آگاهی ها میتونم بفهمن که به اصطلاح چه خبر بوده، چه خبره. کمان که داریم ادامه میدیم دیگه، داریم ادامه میدیم برای همین. حالا یه مطلبی است، اگر همه، منظورم افراد عادی و همه، خب متوجه میشدیم دیروز چه خبر بوده، معما حل میشد دیگه، هم لازم نبود از این کار را بکنیم. معما حل شده بود و الان تکلیف هممون معلوم بود و میدونستیم چیکار کنیم. ولی ماجرا اینه که این قضایی که داریم میریم جلو تو این چرخه، اول و آخر هر چیزی رو بستن، این ورشو نمیذاره نیا کنیم، اون ورشو نمیذاره نیا کنیم، مگر اینه که بتونی ارتباطاتی برقرار کنی تا یه چیزای کلی رو متوجه بشی، حقتون اون وقت. ولی به طور کلی افراد معمولی این ورو بستن، اون ورم بستن، گذاشتن اون این تو، و ما فقط با داشتن اطلاعات این تو میتونیم تصمیم بگیریم که بی خود اومدیم اینجا، با خود اومدیم اینجا، عبث اومدیم، عبث نیست اومدیم، بعد نتیجه بگیریم. نتیجهش اون وقت آیا باعث بشه ما دوباره در ارتباط قرار بگیریم، اطلاعات دیگه به دستمون بیاد یا نه، یا درست شد؟ بله، ما اما حل میشد دیگه، هم لازم نبود ما دور هم جمع میشد. الست برب بکم، الست برب بکم شروع شده، به الست برب بکم خط پیدا میکنه که توضیح هم دادیم، یه توضیح دادیم. بازم دوره چهار این موضوع رو داره مفصل راجع به مکانیزم بهشت و اول جهنم و بعد بهشت و این ماجراها اونجا صحبت داریم. بفهمید اینجا آخه ما قبل داره. ببینید، میل به خودشیفتگی دوباره به اصطلاح برای خودش و در نوع خودش ما رو در خودمون حبس میکنه و به اصطلاح خودش یه جور زندان برای ما ایجاد میکنه که خودش نیازمندی است. یعنی ما تو خودمون اسیر بشیم، خودش نیازمندی است. اصلا ریشهش برمیگرده تو این مسئله. جان انسان این دنیایی کمال نمیرسه. چرا نرسه؟ اینجا انسان در جسم تا چقدر به کمال میتونه برسه؟ از چه نظر ببینید از چه نظر میتونه به بی نیازی برسه؟ انسان در جسم میتونه بشه خدا؟ ببینید انسان در جسم خدا نخواهد شد. انسان در جسم نمیتونه از قضا بی نیاز بشه. انسان در جسم نمیتونه از جسم بی نیاز بشه، معنا نداره. انسان فقط میتونه در جسم به درک برسه. مثلا فرض کنید اینجا برای من دادن در مورد منصور حلاج که به انالحق رسید، به چه مرحله در واقع رسیده؟ این نهایت انسان اینه که در جسم به درک انالحق برسه، که مثلا او در مرکز وجود ماست. میتونه به درک جمال یار برسه، اما آیا خدا شد؟ آیا منصور حلاج خدا شد؟ کمال نسبی به طور نسبی منصور حلاج نسبت به معاصرین یا نسبت به انسان‌های دیگه به کمال رسیده، ولی اگر به تنهایی چیزش کنیم می‌بینیم هنوز به هیچ جا نرسیده. هنوز زندگی بعد رو باید بره بپیماید، زندگی بعد و بعد و تا تازه برای جهنم به خلیفت اللهی برسه. بعد از جهنم تازه بشه خلیفت الله و بعد بهشت در کثرت و بهشت در وحدت و همه اینا رو طی بکنه و تجربه بکنه تا تازه آخر دفعه عدش بپرسن الست برب بکن. تازه خود منصور حلاج اون آخر بگن الست برب بکن، آیا من خداتم؟ بگه بله، بره در دامن. هیچ فرقی نیست این مرحله الست برب بکن. ببینید اون روز اول کسی رو جدا نکردن، گفتن لا تقربوا هذه الشجره و سلام، هممون نزدیک شدیم، کسی رو استثناء
نکردن. پس هممون این مراحل رو بایستی طی کنیم و انسان در مگر انسانی رو در جسم ببینیم که شد خدا، که همچین چیزی فرق نمی کنه. فرق این پروازها با اون پروازها خیلی فرق میکنه. الان پرواز میکنن با کمک موجودات غیر ارگانیک، پرواز میکنن. خب با کمک موجود غیر ارگانیک پرواز میکنن، چیز عجیب غریبی نیست. حالا ولش کنیم، میذاریم در اینکه ما مجبور میشیم وقتی حرفای بزنیم که چیزه. اما به طور کلی شما بدونید که با کمک موجودات غیر ارگانیک اگه قرار به پرواز اگه بکنیم بگیم ما خداییم، خدایی کجا، پرواز جسم کجا، اصلا قابل قیاس نیست. جانم جان حالا اصلا ما گیریم هم که بوده، ما نمیگیم نبوده یا بوده، ما میگیم اصلا بوده، تازه باشم چیزی نیست. خب لذا جانم اختیار تا آخرین میلیونوم ثانیه فرض کنید، بی نهایتوم ثانیه ادامه داره. آخر هم تازه ببینید وقتی میگه الست بربکم، اختیار من و شما باید در اونجا پاسخی پیدا بکنه دیگه. پس اختیار همیشه خواهد بود. من اینو بگم که اگه بعد سوال بود، چون بعضی از جواباتون تو همین چیز هست، در انتها سوالا رو با هم بررسی کنید. خب حالا به اصطلاح بعد از مرگ میام اینجا، اون چیزی که به زندگی ادامه میده کالبد ذهنیه. دوباره کالبد ذهنی تحت تاثیر دو تا نیرو قرار داره. یک نیروی روحه، میخواد اونو بکشونه ببره زندگی بعدی، که ما اینجا هر وقت تو تشش دفاعی ازش استفاده میکنیم، تجهیزش میکنیم، پیام میدیم، یک کانالی رو، کانال نورانی رو به کالبد ذهنی نشون میده و اونو میکشونه میبردش بالا. حالا دیگه دوستایی که تجربه کردن میدونن. خب یک نیرو در مقابل این قرار داره و اون هم وابستگی ذهن ماست، وابستگی های ذهنی ماست. خب این وابستگی ذهنی ما دوباره ما رو میخواد بکشونه بیاره زندگی زمینی رو تجربه کنیم. مثلا فرض کنید که خب ما تو حالا مینالیدیم، میگفتیم خدایا ما چقدر بدویم دنبال این شکم، درسته؟ الان کالبد ذهنی به واسطه وابستگی ذهنیش احضارش میکنیم، میگیم خب چیکار داری میکنی؟ میگه الان آتیش روشن کردیم، کباب گذاشتیم جاتون خالی، چه کبابی، چه شرابی اینجا، نمیدونه چه با صفا، جوی آب و بند ربابی و کبابی و شرابی و نمیدونم. بله مگه اونجا هم کباب هست، باغ هست، مگه جو هست، مگه میبینه که بله ایشون به خاطر وابستگیش، کمبودهاش، وابستگی های ذهنیش الان نشسته اونجا پای بساط کباب. مگه تو نجات پیدا نکردی از بحث کباب و شکم و اینها؟ توجه میکنید؟ و این ماجرا از این قرار. توی یکی از این تجاربی که داشتیم در یه جایی با کاربود ذهنی که صحبت میکردیم، هر وقت صحبت بود درخواست میکرد براش نونخامه‌ای و چایی بذاریم اون بغل باشه، به نیت او بذاریم این نونخامه‌ای و این چایی. میگو عادت داشته من همیشه به نونخامه‌ای و چایی عادت داشتم. این وابستگی، یکی از وابستگی های ذهنیش فرض کنید این مسئله بود. خب یکی زورش نمیرسه، این وابستگی اونقدر زیاده که کالبد ذهنی اصلا توجهی به اون نمی کنه. مثل الان ما
اینقدر این مسئله این چیزه که تعریف کردیم زیاده که اصلا اون زورش نمیرسه. بله ببین، روان که مرده تموم شده، الان شما شده که به عکسی نگاه بکنید، عکس مثلا رفتیم پیکنیک، عکس یه سفره غذا، یه مجلس مهمونی بوده، عکس انداختن نگاه میکنید، آیا مزه غذا رو شما شکمتون که سیر نمیشه ولی حظ میبرید؟ خب حظ از دیدن این عکس ذهن شماست که مستفیض میشه. خب حالا اونا برمیگرده به میره به یه جای دیگه، یه جای دیگه. بله حالا دیگه خیلی چیزا دیگه بقیشو نگیم. خب بنابراین این ذهن ما اونجا مستفیض میشه. بله یه جوری ذهنه که وابستگی چیز میشه. حالا جان حالا بذار اول تعریفش بکنیم. لذا مثلا یه کسی که هیجان قمار رو تجربه کرده و بهش وابسته ذهنیه دیگه، مثلا یه کسی که میگن قمارباز، یعنی ذهنن وابسته به یه عملیاتیست که یه هیجانی براش میاره و خلاصه وابسته ذهنی به اون مسئله است. الان دوباره میخواد این وابسته ذهنی چی بشه؟ این وابستگیش پاسخ داده بشه، لذا میگرده که با یه نفر همراه بشه بره کازینو، دوباره اون هیجان، اون حالا اون چیز تکرار بشه. این به این صورته. خب ما گفتیم که ایداد بیداد این جسم برای ما مکافات، اینو چی برای ما قرار دادی؟ ما رو بیچارمون کردی، بدبختمون کردی اینجا. اگه اینو نداشتیم راحت بودیم. بعد واسدن دارن نگاهمون میکنن، حالا دیگه ما اینو نداریم، درست شد؟ بعد چی کار میکنیم؟ با ذهنمون همه اینها رو خلق میکنیم، یه سری چیزاشو خلق میکنیم، یه سری چیزاشو میایم همراه میشیم. خب دوباره همه رو از نو برای خودمون میسازیم، در حالی که باید بریم تو زندگی خودمون تجارب زندگی جدید رو کسب بکنیم، دوباره تجارب همین محدوده زندگی قبلیمون رو میایم توش قرار میگیریم. و ببینید به یک نوعهای نامحسوسی هر مرحله برای خودش یه نمودهایی داره. الان ما اگر این مسئله رو روز زندگی بعدیمون بتونیم تجربه کنیم، همین حرفا اثبات میشه. دوستانی که تشعشع دفاعی کار کردن چند نفر داریم الان تو جمعمون؟ خب خیلی خوبه که اکثریت اینا. این دوستانی که تشعشع دفاعی کار کردن براتون اثبات شد یا نشد؟ خب اثبات شد که بله ما رفتیم اون ور، باید تجربه اون ور رو کسب کنیم. اما همه یعنی در اونا، نه همه اینجا دوباره اومدن دنبال آبگوشت و نمیدونم کی و نمیدونم همین ماجراهای زندگی خودمون رو. ذهنشون دیگه، ذهن روان که ندارن، ذهنن آره یه بله ذهنن اون خواسته رو پیدا میکنه. مثلا یه کسی فقیر بوده، حسرت کاخ داشته، حالا تو کاخ، یه کسی تو کاخ گفته نمیدونم چرا الان یه جای دیگه است. هر کدوم هر مسیری بالاخره یه نه، هر کدوم ما به علت ضعف آگاهی یه جایی هستیم که نباید باشیم، و لذا تایم هم داره تیک 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 زندگیمون تو زندگی بعدی زمان فقط. بله حالا فعلا بدونیم که این تا زمانی که دوباره تایم داره میگذره به یه خطی نزدیک میشیم، بعد یه خطی میگه که ببین عمر جاویدان یعنی تخیل و تصور و وابستگی جاویدان. ببین من اگر 1000 سال دیگه هم بهت فرصت بدم، 100,000 سال دیگه هم بهت فرصت بدم، تو نشستی داری کباب خلق میکنی،
تو نشستی رفتی اینو میگیری، اونو گرفتی، اینو گرفتی. 3500 سال این ملکه مصر بود، اینجا خروج داشتیم که بعضیا تشریف داشتن احتمالاً. خب بله آره، 3500 سال از این اون مرده رفتی توی اون، از اون رفتی توی اون، از اون رفتی. اگر 35000 سال دیگه هم بهت فرصت بدیم، تو همین آش و همین کاسه دیدی که جسم مشکل نبود، مشکل خودتی. خودت کیه؟ بحث یک ماجراییست که باید تعریفش کنیم. این من متحرکه، این من متحرک سوار یک من ثابته. من ثابت نفخت و فیه من روحی. من متحرک یک منیست که میتونیم بهش بگیم نفس، سوار یک مرکبه. مرکبم جسمه. این دوتا نشستن، یکی داره اسبارو رو میرونه، یکی توه. اینه که اسبو میرونه نفسه، اینه که اسبو کالکسس این بدنه، اونه که اون توی سلطانه. نفخت و فیه من روی، میرسی آخر چیز در رو براش واق میکنن، سلطان میاد پایین. حالا انشالله اینا این تصاویر تو کتابهای مربوطه، تو کتابهای مربوطه انشالله اگر شد بله درزه میبینید که این که میگیم نفس، اون وقت تعریف نفس رو با همدیگه میایم که این کیه که اختیار میکنه، این کیه که فلهم ها و فجور ها و تقوی ها بهش اختیار دادیم، بهش نمیدونم اینو دادیم اونو دادیم. و بله بله باش. خب خب پس بذارید درست شد یا نه؟ نه 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 بلش کنید، بلش کنید، بذارید باشه. ساعت در ساعت دیگه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. ما اینجا چیکاری مایش میکردیم؟ الان تو زندگی الان، تو زندگی الان چیکار مایش میکرد یا چیکار بکنیم؟ فرض کنید که این حرفا میزنیم درسته. حالا بعضی داره براشون اثبات میشه، بعضی هنوز همجوری نگاه میکنن. فرض کنیم که این درسته. ببینید گفتن که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب صحبت از آزادی از رنگ تعلق. رنگ تعلق چیه؟ همین وابستگی. ثروت داریم استفاده کن، باید بدونه که وابسته بشیم ازش استفاده کنیم. سواد داریم، هوش داریم، ذکاوت داریم، نمیدونم فرزند، همه چیز بدونه که به وابستگی ختم بشه تعاریفی داره. بحث همسر، فرزند میشن همسفر، اینا تعریف دارن. نمیدونم بقیه وسایل و وسیله و هدف و همینا رو بشناسیم مشکلی پیش نمیاد. و بدونه که به وابستگی ختم بشه، ما باید اینجا اون توشه که میخوایم، سوادی که میخوایم، سواد رو بگیریم، آماده رفتن باشیم. ولی در عمل میبینیم که حتی وابسته به جسمشونن، وابسته به زندگیشونن. تا مدت ها مرگشون رو قبول نمی کنن. تا مدت ها میخوان برن تو جسمشون، یعنی تو قبر میخوان برن تو جسمشون و فشار سنگینی بهشون وارد میشه. بله فشار قبر که میگن اونا که وابستن، دوباره میخوان برن این جسم رو تکون بدن، قبول نمی کنن که مردن. لذا مرتب هی تکرار میکنن میرن تو جسم، میخوان تکونش بدن نمیشه. فشار وحشتناک با بدبختی دوباره میان بیرون، دوباره میرن، سه باره میرن، ده باره میرن. حالا کی بپذیرن که بابا این مردی که نمیتونه. تا مدت ها میخوان اطرافیانو به اطرافیان بگن ما نمردیم. خب اینا یک واقعیت هست. پس زندگی عقلانی، زندگی عقلانی، ما همه جا زندگی عقلانی داریم، توی نفس هم. بله 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 میسازه دیگه، تصوره. یعنی در اونجا الان روح هست، ازارش میکنی سوار یه پرادوه. حالا امروز هم زیادم استاد
حالا بابا BMW جهنم. خب بله بله عرض کنم خدمتتون خیلی فرق میکنه. در اینجا هنوز روان هستش، جسم هستش، جدا نشده، اون آزادی رو نداره. این میاد بیرون میره یه کارایی میکنه، حالا یا خلاف یا غیر خلاف، و بعد برمیگرده با آلودگی، چون موجودات غیر ارگانیک هم همراهش میان. آلوده بود یا نبود؟ مشکل داشت یا نداشت؟ حالا وقتی تشه شده وای میگیرن و اینا متوجه میشن که مشکلات زیاده، چون نه ته طریق یعنی که بیان بریم که کمال یعنی چی، بیان بریم یعنی عرفان یعنی چی. خب اگر این کارا صورت بگیره، اولا باید دوباره حفاظای خیلی خاصی میخواد، چون همراه موجودات غیر ارگانیک میان. و بعد یه موضوع دیگه این که خب خارج میشه کجا میره؟ این کجا میره؟ یک موقع هم یه دفعه میگه یک کسی میره خونه همسایه، اینم این مشکلات هم هست. حالا بگذاریم. خب پس در اینجا بحث ما الان اگر بیایم فرض کنیم که این مسئله درسته، خب اگر قرار باشه که بگیم این چیزا درسته، پس میبینیم باید به دانشی مجهز بشیم، به دانش کمال، که بدونیم هر زندگی قراره چیکار بکنیم و اصلا ماجرا چیه، فلسفه خلقت چیه و و ماجراهای از این قبیل. اون وقت متوجه میشیم که ما اینجا مثل این بچه‌هایی هست که میرن امتحان میدن، میان از امتحان که میان کتاباشون پرت میکنن، کتابای مدرسه‌شون رو پرت میکنن میان اونجا. خب اینا دیدین دیگه، خودمونم این کارا رو کردیم دیگه. کلاس یک خدا حافظ، برای کلاس دو آماده میشه دیگه، تمام وابستگی ها رو به این کتاب و به این نمیدونم همه چیش در واقع ابتون ناخودآگاه میخوان از شر این خلاص شن. اگر ما هم آگاهی داشتیم که این مثل همونه، از شرش داریم راحت میشیم، همون کارو میکردیم. ولی چون آگاهی نداریم این کارو نمیکنیم، دو دستی چسبیدیم و لذا خب مرگ که از تلخترین وقایعی است که واقعیت است که سر راهمون خوابیده. خب پس اگر آگاهی به دست بیاریم چی میشه؟ کلیت ماجرا برای جواب مناسب پیدا میکنیم و زندگی بعد با سواد لازم و کافی که داریم میتونیم به هر حال طوری زندگی بکنیم که مشکل ساز برای خودمون و برای دیگران نشیم. این از این مسئله. حالا دوباره اینجا میگیم که چک و چونه میزنیم. پس اولا اگر که اینجا مرگ نبود چی میشد؟ اینجا مرگ نبود دوباره ما تو ابد و در اینجا مشغول مسئله اینجا بودیم، به این صورت اونجا مشغول مسئله دیگه بودیم. و بعدم میگفتیم که خب خدایا میدونی چیه؟ آقا تو خودت این ذهن رو برای ما گذاشتی دیگه. خب این اگه من این ذهن رو نداشتم الان مشغول نمیدونم تجسم کباب نبودم که کباب اینجا ظاهر باشه. خب خودت گذادی. دوباره چک و چونه و دوباره همون بهانه جویی ها هست. دوباره میگه خیلی خوب، اینم من ازت میگیرم، بیا مرحله بعدی ببینیم مرحله بعدی چی کار میکنی. خب لا مکان لا زمان، میای مرحله بعدی، خلاصه شیرینکاری پشت شیرینکاری. بعد مرحله بعدی زمان نیست، مکان نیست، همه این چرخه های ما قبل همه در آن واحد زیر نظرمونه. مثلا اینجا ماده جسمانی نیست، چون زمان نیست، مکان نیست، همه چیز هر آن همه چی هستیم. زمان نداره، مکان نداره، میتونیم اینجا باشیم، میتونیم اینجا باشیم، میتونیم اینجا باشیم، میتونیم اینجا، هر جایی
به واسطه یعنی که فاقد زمان و مکان اینجا میتونیم باشیم. بعد همه جا میریم همه اشکالاتمون رو در میاریم، شروع میکنیم به مجادله با بالا که اینجا به من ظلم شده، اینجا اونجوری شده دیگه، الان اینا دیگه این بهانه ها رو از دستمون گرفتن دیگه، این بهانه ها چیده شروع میکنیم. بله من اگر اینجا فقیر به دنیا نمی اومدم، اینجا نمیدونم چی بود، اگه اونجا دست داشتم، اگه اینجا نمیدونم چشم داشتم، اگه اونجا فلان بودم، اگر بیسار بودم، اگه پدر من شاه بود، اگه نمیدونم من از خانواده فلان بودم، من کمال رو پیدا میکردم. درست یا نه؟ یعنی دوباره مجادله، دوباره فلان، دوباره جوابای ما، زندگی های موازی. میگه خیلی خوب، اگه پا داشتی حل میکردی، پیدا میکردی. آره چش تو بند یه لحظه بعد طرف میگه که پا داره تو زندگی اینجا داره میاد، چه پای هم داره، دونده دو المپیکه. خب دونده دو المپیکه و فکر میکنیم که دونده دو المپیک اگه بریم از سوال بکنیم که از کمال چی میدونی، چه جوابی ما میده؟ چی فکر میکنیم؟ الان ما بریم اونجا میگیم آقا تو از زندگی چی فهمیدی؟ میگه من نمیدونم، من فقط صدم ثانیه رو میشناسم. که بدوم یک صدم ثانیه زودتر یعنی چیز، من از زندگی اینو فهمیدم. خب بعد خلاصه این بابا میبینه که اصلا دونده دو المپیکه، معلول چیه اصلا دونده دو المپیکه. خب بعد میگن یه لحظه اینجا و اونجا و فلان و مدار گرفتون، میگن خب چش تو باز کن، مجاز دیگه، الان ما خودمونم مجازیم دیگه، در یه بشکن زدن میبینه که از اینجا تی کرد، اومد همه رو تی کرده، میگن خب چش تو باز کن. خب چیکار کردی؟ پا داشتی چیکار کردی؟ خب کوره میگه اگه من چش داشتم پیدا میکردم، فلا میکردم، اینا بی عرضه بودن پیدا نکردن اینا که چش داشتن، ولی من پیدا میکردم. خب میگه یه لحظه یه چیز، بعد میبینه که بله اینجا اومد چشمم داره فلان و عالم روحی و همون دست یک میلیاردم ثانیه به اندازه 100,000 سال رو تجربه میکنه، مثلا 100 سال رو تجربه میکنه، لااقل این زندگی رو تجربه میکنه. بعد میگه خب تموم، خب بگو ببینم چشم داشتی چیکار کردی؟ بعد دفعه میبینه که جز چشم برونی مثلا هیچ کاری دیگه نکردی. خب اون عکسی که تو پایان نامتون میبینید، اینها جواب مجادلاتتونه. جواب حالا عرض من مختصر گفتم، انشاءالله بعداً مفصلتر میگیم. به عنوان مثال میخوام بگم که تازه حالا یه فرمای عجیب غریب داریم، اونا رو حالا ولش کنیم. خب نسبت ایشون به من، نسبت من به ایشون، نسبت ایشون به ایشون، اینا یه نسبتی داره. خب اصلا گفت و از قال ربک للملائکه انی جاعل خلیفه فلان، گفت من میخوام یه جانشین قرار بدم. چرا 7 میلیاردیم الان؟ حالا گذشته و بعدا اینا یه جوابهایی داره و ما به همدیگه یک نسبتی داریم، اینم بلش کنیم. اما در مجموع بعضی موقعا ممکنه شما میبینید که اصلا یه افراد آشنایی رو جای شما گذاشتن. درست شد یا نه؟ لذا این ماجراها رو بعداً به صورت‌های مختلف می‌بینید که عدالت برقرار، جواب سوالاتمون هم میدن. خلاصه کلام ما همش یه عاملی می‌خواد ما رو به مجادله، به مقابله، به مقاومت وادار بکنه و یه عواملی هم می‌خواد که به این مجادلات و مقاومت و اینا خاتمه بده. هر چه زودتر دست از مجادله و مقاومت اینا برداریم، خب محصل قضیه بهتر خواهد بود. در غیر این صورت مجبور میشیم به مجادله و مجادله 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 و اینجا هم خب مجادله. و این حالا یه مختصر گفتیم که دوباره یه نیرو ما رو به سمت پایین میکشونه، قدرت مجادله حقمونه، البته ها حقمونه، عدالت الهی رو باید اینجا زیر سوال ببریم، حقمونه، ولی چه فایده؟ چون ما حق با ما نیست. درست حقمون سوال کنیم ولی در نهایت حق با ما نیست. بنابراین ببینید داشتن یه سری اطلاعات چقدر به ما کمک میکنه. الان مثلا ما دست از مجادله برداشتیم به خاطر اطلاعاتی که داریم. هیچ وقت نمیگیم که اگر من اینجور بود اونجور میشدم، تموم شد، این مال گذشته ما بود، الان دیگه از هم چیزی
نداریم، میفهمیم، میدونیم که بابا ثروت داشتیم ممکن بود از این بدتر باشیم. ثروت اونه که ثروت داره میگه که خدایا من اگر این ثروت باعث بدبختی من شد، من تو کاخ به دنیا اومدم، این باعث شد به من ظلم شده، من اگر توی کوخ به دنیا می اومدم دستم به ظلم آلوده نمی شد، دونم حق و ناز آلوده نمی شد، به من ظلم کردی. میگه خب چش تو بند؟ یه دفعه میبینه که طرف یه کوخ به دنیا اومده، یه توی لونه خرابه به دنیا اومده، بعد میاد بعد همش میگه ای خدا تو عدالتت کجا رفتی؟ ببین نگاه کن من تو من یا زندگی، بعد نمیدونم چی، آخه ببین نگاه کن اونها تو کاخ زندگی میکنه، من اینجا تو کوخ زندگی میکنم. این درسته یا نه؟ اینو داریم و یک واقعیتی است. وقتی فهمیدیم، درکش کردیم، نشونمون دادن، دست از مجادله برمیداریم، متوجه میشیم من اینجا واسدم بهترین موقعیت دارم. شما که اینجا نشستین اگه بخوایم استفاده کنیم از همین موقعیتمون بهترین استفاده رو میکنیم. همینه، اگه فلان چیزو داشتم معلوم نیست چی میشد، معلوم نیست که آیا شرایط ما از این بهتر بود، شاید هم بود ها، ولی ریسکشو نکنیم، همینجا وقت رو تلف نکنیم، از همین موقعیت فعلیمون بیشترین استفاده رو ببریم. که یک جایی ثروت باعث بدبختی است، یک جا نداشتن باعث بدبختی است، یک جا معلول بودن باعث بدبختی است، یک جا سالم بودن باعث بدبختی است. خب الان سالمه، اونه که سالمه میگه خوش به حال این کوره. میگه آقا چرا؟ میگه ببین این خود چشم نداره، خب چشم گرونی هم نمی کنه، نشسته تو خودشه، خب اینه که تو خودشه بهتر از من کمالو شاید پیدا بکنه، بهتر از من که فرصت داره، من همش صبح تا شب باید چشوشالم کار بکنه، فرصت نمیمونه. خب اونه که پا داره میگه خوش به حال این معلوله. میگه آقا چرا؟ میگه من پا دارم صبح تا شب یللی تللی میکنم، اصلا وقت برای کمال نمیمونه، ولی این نشسته گوشه ای جایی هم که نداره بره، خب فرصت کافی داره دیگه، درسته یا نه؟ بنابراین اگر قرار به اعتراض باشه، هر کسی به هر کسی دیگری اعتراض داره. ببینید لازم نیست اگر ما اعتراض نداشته باشیم. ببینید پیش میاد، پیش اومده، به خاطر اینکه ما اعتراض داشتیم، اعتراض داریم، پیش اومده. ولی الان ما میتونیم به مجادلاتمون خاتمه بدیم برای دو دوره بعد، برای راحتیمون اینجا تضادمون از بین. خیلی به ما کمک کرده، خیلی کمک کرده، ما راحت نشستیم سر جامون. به مدد این آگاهی که برامون پیدا شده دیگه بحث نداریم، دیگه تضاد به اصطلاح اون صلحو که تعریف کردیم، صلح با خدا، صلح با خودمون، صلح با دیگران، صلح با هستی، اینا کمک کرده دیگه. صالح، مقام صالح رو تعریف کردیم، اینها کمک کرده و اینا داره کمک میکنه. لذا هرچی این قضایا حل و فصل‌تر میشه، تضاد ما کمتر میشه، ما راحت تریم، هم اینجا هم اونجا هم اونجا هم اینا. خب بله. ببینید ما یه مجادله داریم، یک مرحله داریم که تو بحث جهنمه دیگه، برگشتی نیست، یه بحث مجادله است اینجا که این برمیگرده، این اتوماتیک یوم المجادله. در مجادله ما اول ما بالا رو محاکمه میکنیم. نه، چون بعدش حشر و نشر و این نمیدونم قیامه و بعد جهنم و بعد نه خب جایی که میگه پس خداوند میفرماید انسان ناسپاسه، برمیگرده به همون. بله، اینه که گفته میشه انسان ناسپاسه. ببینید اینه که گفته میشه انسان ناسپاسه. خب با الان مختصری که صحبت کردیم دیدیم اینجا جرزنه میکنه، یعنی نمیدونه موقعیتشو خوب، نمیتونه چیز بکنه،
و اون موقعیتی که در اختیارشه نسبت به اون ناسپاسه. درسته یا نه؟ زندگی بعدی دوباره میبینیم که موقعیتی که در اختیارشه باز نسبت بهش ناسپاسه. در مرحله بعد دوباره میبینیم که موقعیتی رو که در اختیارشه نسبت به اون ناسپاسه. مراحل قبل هم که مراحل قبل از اینجا هم که همین آش و همین کاسه بوده و هست. خب نمیکنه انسان نمیکنه. ببینید اونی که سالمه، ببینید سالمترین انسانو، ببینید ما الان بریم سالمترین انسانو مثال زدم، اصلا ما بریم نفر اول مثلا دو المپیک دنیا رو برش داریم بیاریم، بگیم تو از کمال چی میدونی؟ البته شاید هم بدونه ها، این چیزه، اما به احتمال داریم صحبت میکنیم. به احتمال چند درصد احتمال داره چیزی از کمال بدونه؟ چند درصد؟ خیلی کم. ممکنه اصلا به گوشش نخورده باشه، فقط دنیا رو از یک دریچه ببینه. دویدن ثانیه و صدم ثانیه، فقط دنیا رو از یک بُعد میبینه. بله چرا؟ کی آگاهی بهش بده؟ خودش باید پیدا کنه. قرار بود به من آگاهی، خب نه دیگه، جواب اعتراضشو میخواد بده، میخواد بگه پس ببینید شما توجه نکردین. فرد میگه اعتراض میکنه، میگه خدایا تو عادل نیستی. مثلا میگه چرا؟ میگه بله به من پا ندادی، من اگر پا داشتم پیدا میکردم. میگه خیلی خب حالا بهت میدیم. چش تو بند؟ چشو میبنده دیگه، یادش نمیاد مرحله اونجا اعتراض کرده. مثلا داره مجاز، چیزی وجود خارجی نداره، چیزی وجود نداره. ما قبلا این آزمایشو میکردیم با دوستان، منتها چون ایجاد انحرافای زیادی کرد متوقفش کردیم. ما میتونستیم الان بگیم یه دفعه شما ببینید که نمیدونم اینجور شد، اونجا هستی، تو مکه‌ای، تو اونجایی، تو کربلای، تو فلانی، تو بیزاری. نه خب بذارید، ما قبل چند سال قبل تا حدود 8-9 سال قبل این آزمایش هم داشتیم، ولی بعد چون باعث انحراف زیادی شد، خیلی زیاد، لذا این مسئله رو گذاشتیم کنار. نه یه لحظه اجازه بدین، بذارید من مطلب ایشون رو کامل بکنم. اجازه بدین خب اجازه بدین. بعد طرف میبینه که اینجوری زندگی هست، پا داره و تو همینجا مثلا همین دونده دو المپیک هم هست. خب و این مرحله رو طی میکنه، به یه چشم هم زدن میاد بیرون. میگن خب اینجا پا داشتی چیکار کردی؟ برای ما بگونیم چیکار کردی. میگه والا خب من دونده دو المپیک بودم، اینقدر مدال طلا گرفتم فلان. خب میگن کمال چی؟ کمال چیه؟ کمال کجا بود؟ من فقط اینا. میگن خب بس پس چی؟ دیدی که اعتراضت بی مورد بود، دیدی که عدالت برقرار. استاد اجازه است؟ بله استاد. بله یه مسئله اینجاست که ما مجاز هستیم یا نیستیم؟ ما یکی از اون چشم هم زدن ها هستیم. از کجا میدونید نیستیم؟ ما حالا بعداً توجه بکنید ببینید، من یه چیزی گفتم، منتها جوابش مال بعده. من گفتم قرار بود یه جانشین باشه، ما الان 7 میلیاردیم. این ماجرای یه جانشین و این 7 میلیارد حالا گذشته و آینده هیچی. گفت من میخوام جانشین قرار بدم. ما چی هستیم؟ ما تن واحده هستیم. چرا در فرم های خاصی هستیم میذاریمش بعدن راجبش صحبت بکنیم. سوال استاد جانم، اون ببن. انسانی که مثلا بدون بله یک تجربه ای که داریم
اجازه بدیم. یه تجربه داریم که به دنبال آگاهی، به دنبال اتصال، به دنبال پیش میاد، شکر وجودی است. الحمدلله زبان و ظاهر یه چیزی که وجوده. چند نفر شکر وجودی رو الان دارن تجربه میکنن؟ خب حالا هر چی ببینید، هر چی میایم جلوتر نسبت به موقعیت خودمون، توجه بکنید، هر چی میایم جلوتر نسبت به موقعیت خودمون راضی تر میشیم، شکر وجودی ما بیشتر میشه. هر چی میایم جلوتر نسبت به عدالت الهی مطمئن تر میشیم، او بیشتر میشه. این همین مسئله بیشتر میشه. پس این قضیه زبان نیست و باید به ادراکاتی برسیم. اینا مال زبان بازی نیست. یه میلیون بار بگو الحمدلله الحمدلله الحمدلله. خب بس وجوده، اما وجود چجوری جزء وجود ما میشه؟ بعد از این تجارب، بعد از این آگاهی ها، بعد از اینه که این مشکلاتمون رو با هم حل کنیم، دست یقش رو ولش کنیم، یقش رو ول کنیم، یعنی خدا ما ازت راضی هستیم، ما از تو راضی هستیم. هر وقت به این مرحله رسیدیم که ما ازت راضی هستیم، مقام رضا پیش میاد. مقام رضا نه اینه که او از ما راضی باشه، ما از او راضی باشیم. ما یقه اونو ول نمی کنیم. اگه دقت بکنید، دقت بکنید ببینید که استاد، ما یقه اونو ول نمی کنیم. اون استاد، اون انسانی که اون انسانی که بدون پا دو مرتبه به این جهان برمیگرده، اگر حافظه خودشه همراهش نیاره، پس اینجا هیچ مسئولیتی نداره که دنبال کمال بگرده. سوالتون رو متوجه نشدم. یه بار دیگه، اون انسانی که بدون پا رفته بالا و گفتن که پس کمال بله کی؟ اعتراض کرده. حالا فرصت بهش داده میشه که برگرده با پا این دفعه بله. زندگی کنه. اگر حافظه اون زندگیش با خودش نیاره، پس دیگه نمیتونه نداره انتظار ببینید. کمال داشته باشه. الان خدمتتون میگم، حالا اگر حافظه‌شو داشت دیگه به درد نمیخورد. ببینید، ما اگر میدونستیم که من الان صورت کدوم مجادلم هستم، معما حل میشد. دقت میکنید موضوع اینجاست که وقتی میاد یادش نمیاد که به دنبال اعتراضش توی این موقعیت قرار گرفته. دوباره روز از نو، روزی از نو، اختیار، تعقل، تفکر، انتخاب و چیزه، دوباره همون اشتباهاتو میکنه، دوباره همونا. و آخه چون احساس وظیفه نمیکنه، احساس مسئولیت نمیکنه که دنبال کمال بره. ببینید اینجا لا مکان لا زمان، قابلیت کسی که بابا قانون این علم، کسی که در لا مکان و لا زمان هست میتونه در هر جایی حاضر بشه، چون اصلا مجازه. ببینید مجازه، شبهیم، ما شبهیم، ما وجود خارجی نداریم، یه تصوریم. ببینید الان برای روح اون چی رو که اگر ما بریم به کالبد ذهنی، از دریچه دید کالبد ذهنی نگاه بکنیم، اون چیزایی رو که برای خودش تجسم کرده واقعیت داره. اونم مثل ما داره کاخشو که ساخته میبینه، ماشینشو که داره میبینه، شراب و کبابشو واقعا داره میبینه، عین من و شما داره میبینه، داره باهاش زندگی میکنه. به شما دروغ نمیگه که من الان نشستم پای بساط شراب و کباب و این حرفا. برای او واقعیته، برای ما هم الان واقعیته. یعنی شما واقعیت داریم، ما با نسبت به همدیگه حقیقتیم. من نسبت من به شما حقیقته. من اگر شما خودکارت تو تن من فرو کنی، من دردم میاد. چرا؟ چون نسبت من به شما حقیقته. اما نسبت به جای دیگه ما مجازیم. بنابراین این تصورش یه خورده مشکل و مسائل ما رو به هم ریخته و به اصطلاح نمیگذاره ما اون قدرت خلاقیت عجیب غریبی رو که روی ما پیاده شده دقیق درک بکنیم. کسی در لامکان و لازمان همه جا میتونه حاضر باشه، همون جا خودشو هر زمانی بگه بیاد اومده، چون زمان براش نیست و بعد خودشو تو اونجا داره پیدا میکنه. ببینید اعتراض به اینجا میاد اینجا، اعتراض به قبل میره قبل، اعتراض به هر جایی. من مثال اینجا رو زدم
مثال اینجا رو زدم برای اینکه برامون ملموس باشه، کوره و معلوله و نمیدونم اینا رو. خیلی فرق میکنه، تناسخ این میشه. اجازه بدین سوالشون اینه که این مسئله چه فرقی با تناسخ میکنه. تناسخ اینه که من از اینجا، حالا دور از جون من، از اینجا میایم اینجا، اینجا مرگ حادث میشه، این روح بر میگرده میاد اینجا، یه نوزاد انتخاب میکنه دوباره میاد بالا اینجا، دوباره اینجا میمیره، دوباره یه نوزاد انتخاب میکنه میاد دوش، دوباره میاد بالا، دوباره سه باره، یک میلیون بار اینجا، اصلا اینجا نمیاد، اونجا هم نمیره، اونجا هم نمیره. ولی ما این در اینجا روحی که مرد دیگه نوزاد نمیتونه بیاد انتخاب بکنه بیاد دوباره زنده، دوباره بیاد جسم بگیره. تسخیر میتونه بکنه، تسخیر میکنه، کما اینکه خیلی از روحها این کارو میکنن، دوباره میان کودکی رو تسخیر میکنن و کودک میبینه که رفتار غیر عادی داره، مسائل غیر عادی داره و یه چیزایی میگه، یه حرفایی میزنه، یه کارهایی میکنه دیگه. خلاصه خودتون تجربه بکنید ببینید. نه، منظورشون این هستش که اصلا نوزاد یعنی اگه وقتی ما با اون کالبد با تصور ذهنی دوباره برمیگردیم باید اون خاطرات زندگی گذشته رو داشته باشیم. نه دیگه، نشد. به هر حال ما که به تناسخ اعتقاد نداریم. بعدم اگر برای آزمایش شما رو بفرستن بیاد اینجا، باید حافظه قبلی رو بگیرن، بگن خب برو از نو یالا چیز بکن ببینیم که با اختیارت چیکار میکنی. اگه من بدونم رفتم بالا رفوزه شدم اومدم پایین، خب الان میدونم چیکار باید بکنم. دوباره من نوزاد میشم از یک پدر و مادر دیگه. بستگی به مجادله من داره، بستگی داره من چه مجادله ای دارم میکنم، چی میگم. من میگم اگه تو کاخ به دنیا اومده بودم، خب باید تجربه اونو داشته باشم. و خلاصه کلام چی رو؟ همین خلیفه‌اللهی که شما میفرمایید به شکل فرد اومده، بعدشه میگه هو الذی جعل لکم خلائف الارض، دیگه بعدش میگه. اما روز اولش گفت، یعنی ثانی اولش گفت به ازغال رب بکر للملائکته، یعنی جایلون خلیفت فل ارز. ولی بعدش میگه هو الذی جعل لکم خلائف الارض، الان میگه شمایی. ولی اون روز اول میگه که ثانی اول گفت من میخوام یه جانشین قرار بدم، نگو جانشین ها میخوام قرار بدم. خب بله بفرمایید. هر کدوم از ما مجادله‌ای عامل بالا، خب عامل بالا یکی. ببینید ما رو دارید میگید یا بالا رو دارید میگید؟ همه ما تن واحده ایم. بله، منتها ما تک تک میایم مجادله خودمون رو اعلام میکنیم، چرا من اینطور، چرا اونجوری، به من ظلم شده اینجا، به من ظلم شده اونجا، ظلم شده. و حالا مقاطع مختلف، حتی برای زندگی بعدی هم ما ممکنه مجادله کنیم، بگیم اگر من مثلا در صحنه فلان نمیمردم، دقت میکنید، مثلا یه کسی فرزند کشته شده، خب میگه من آره به این، چون اگه کشته نشده بودم بر نمیگشتم ببینم که سر قاتلم چی میاد، کی میگیرنش، چی جو میگیرنش، من کمک بکنم بگیرنش. اگه اینجوری نمیشد من مشکل نداشتم، زندگی بعدو رد کرده بودم. مثلا میگم اگه من بچه نداشتم، خب بچه نداشتم، زندگی بعدو رد میکردم. من اومدم خب مجبور شدم برگردم بچه من چی میشه، خانواده‌ام چی میشه. اگه من ثروتمند بودم میمردم اعتراض نداشتم، چون فقیر بودم اومدم میرم چه بلایی سر خانواده من میان، برگشتم. نه اینی که میاد، بله آها ببخش، بسیار خوب. ببینید اینی که داره میاد الان، دوستایی که تشش و دفاعی کار کردن میتونن به صورت کالبد ذهنی اومده یا در کنار ماست یا ما رو تسخیر کرده. آها یه دوست
بله دیگه تو نو تو نه 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 تو سن و سال خودش ممکنه بیا یک کودک رو تسخیر کنه، ولی در ببینید تناسخ توجه کنید شما در تناسخ اصلا نوزاد بعد به تولد که میگن 4 ماهگی روح پیدا روح میگیره، همین این اینجا میمیره میاد همین 4 ماهگی نوزاد رو میگیره دوباره میاد دنیا. یعنی من قبلا هم زندگی کردم، دوباره اگرم بمیرم دوباره میام اینجا و یه نوزاد میشم، دوباره میام بزرگ میشم، دوباره میمیرم، دوباره نوزاد. این میشه تناسخ. اما اینه که من میگم اونی که میمیره ممکنه برگرده یه آدم 70 ساله رو تسخیر کنه. چون این آدم 70 ساله یه چیزی داره که وابستگی ذهنی اینو تأمین میکنه. نه ببینید میدونید مسئله دوباره پیچیدگی داره. من الان بهتون بگم بلش کنید همینقدر که گفتم. حالا ببینید توجه بکنید کسی که اینجا هست از نظر کسی که اینجا هست زمان نداره، مکان نداره. انگار ما الان بغل دلشیم، اصلا انگار ما الان اینجا که هست انگار ما الان بغل دلشیم. اینجا دوباره کاربود ذهنی میمیره، از درون کاربود ذهنی عامل دیگه میاد که نفس، من متحرک، اینا تعریف داره. یک من متحرک داریم، الان مثال زدم خدمتتون، یه من ثابت داریم، من متحرک داریم، آخر دفعه من متحرکه که بحث خلیفت الله اینا اتفاق میفته دیگه. مثل پیاز بودیم که هی پوست لایه 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 جدا شد، میمونه اون مرکزیتش که دو بخشه، یک بخش نفخ توفی من روحی، یک بخشش نفسه یا من متحرکه. این من متحرکه سوار عرابه قدرت الهی میخواد بشه، تازه بشه خلیفت الله. حالا چجوری اونو برونه؟ اطلاعاتی که از اینجا داریم میبریم به ما نشون میده که اونو چجوری برونه، اون عریقه قدرت الهی رو چطوری برونتش، استفاده درست، استفاده غلط. بعد حالا اونجا ثابت میشه براش که خداست. بعد میگن الست برب بکن، میگه نه من خودم خدام، بیام با تو چیکار کنم؟ ببین نگاه کن اینجوری میرونمش. خب بعد اینو ولش کن، الان قاطی میکنیم بعد جوری بذاری تو همین جاشو شسته رفته باشه. ببینید اینجا چون زمان نداره از نظر ناظری که اینجاست خالدون فیها، هر مرحله شو میاد به نظرش چون منتظر زمانیست ابدیست، لذا اصلا مهم نیست چند بار، میلیون ها بار شاید جای تک تک همه امتحان کنه، بگه خب جای ایشون نجی نگرفتم، اگه جای ایشون باشم چی میشه، اگه جای ایشون باشم چطوری میشه، شاید جای ایشون بودم خیلی خوب بود. اصلا محدودیتی هر خب گفته ما که گفتیم مرکزمون نفخ توفی من روحی، نفخ توفی من مرکز ما گفت و اذا سویتو نفخ توفی من روحی. وقتی مرکب رو آماده کردیم استوارش کردیم، سپس نفخ توفی من روحی و دمیدیم و بعد میاد میگه که و نفسن و ما سواها فلهمها فجورها و تقواها. و بعد هوا از دنده چپش گرفتیم که نفسه، این من متحرکه که زمینیست، اینا باید بعدم بیایم صحبت کنیم، الان قاطی میکنیم. هوا نفس ماست، من متحرکه، نه زن. مژده بدم که زن مثلا نسل نوع دوم نیست و یه ماجرای دیگه داره.
خلاصه قاطی پاتی. اصلا ربطی نه، ربطی به ریاضت نداره. خب ببینید، یه ارتباط بعد از این قاطی شدن مبصر، اجازه بدین که یک همبازی کالبدی هم داشته باشیم، اونم به هم بریزیم، خداحافظی کنیم. ببینید، اسفل از سافلین اینجا نیست. اسفل از سافلین که میگه رددنا و اسفل از سافلین خیلی پایین تر از اینجاست. ما یمیتکم و یحییکم ثم یمیتکم و یحییکم، مردیم زنده شدیم، مردیم زنده شدیم. اینجا الان حضور داریم. صفر کار تولد اینجا نیست، فراموش نکنید. دو تا نوزاد با هم یکی نیستن، حتی اگه دو قلو باشن. خب حتی اگه دو قلو باشن با هم فرق میکنن و دو تا نوزاد خیلی با هم اختلاف دارن، یافتا داشته های متفاوتی دارن. نقطه صفر اینجا، اینجا نقطه صفر نیست. درست شد اینم؟ خب جانم عرض کنم خدمتتون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بحث اینه که اولا تعریف من ثابت و من متحرک، گفتیم انا لله، ما از اوییم، از اوییم، زنده ایم، مرده نداریم. اینجا بحث و منظور اینه که و عند ربهم يرزقون، گفتیم روزی چند جور داریم؟ روزی زمینی داریم، روزی آسمانی داریم. همین الانش هم که هستیم روزی زمینی داریم که خودمون باید بدویم دنبالش، روزی آسمانی داریم که آگاهی است و اینه که می ما رزقناهم ينفقون. الان شما پاتون رو می‌ذارین جلو، از روزی آسمانیتون برای دیگران انفاق می‌کنید، به اونها درمان میدین. درسته یا نه؟ در بالا هم صحبت سر اینه که فکر نکنید اینا رو با مرگ زودرس، اینه که به شهادت رسوندین، اینا محروم میشن از روزی آسمانی. همچین فکری نکنید، اینا هم زنده هن و پیش ما میان، آگاهیشون اینجا محفوظه، اینجا هم امکانه آگاه، چون شهید یعنی زودتر از موعد چی شده؟ اینجا منقطع شده و دستش به آگاهی آسمانی کوتاه شده، روزی آسمانیش منقطع شده. لذا میگه این دو فکر نکنید و زندگی بعدی اینا کماکان روزی آسمانی هست در اختیارشون و میتونن اینها هم دوباره به کمال ادامه بدن. توجه فرمودین؟ و اینها امکان کمال ازشون به صلاح منقطع نیست.